خب سلام بچه هم، خسته نباشیم. سریع میرم سراغ اصل مطلب. اصل مطلب هم اینه که کنکور سال 99 نسبت به کنکورهای سال قبلش چند تا تغییر داشت. یکی از مهمترین تغییراتش این بودش که استفاده از جمله های کتاب درسی و ارتباط دادن به هم دیگه، یعنی یه سری نکته های ترکیبی. ببین یه جورایی زیست و وقتی داریم درس میدیم، الان ما 11 که میخوایم به شما بگیم، خط به خط، سطر به سطر کتاب باید درس بدیم. یک، دو، چیزی که شما نیاز دارین میدونین چیه؟ اینه که من بتونم بهتون یاد بدم که از جمله های خود کتاب درسی کدوم جمله، کدوم فعل، کدوم نکته به عنوان نکته اساسی و مهمه. و آخر سریش اینه که بتونی فایل اطلاعاتی داشته باشی. یعنی چی؟ یعنی خیلی راحت بتونی مثلا فصل 1 سال 11 رو با مثلا فصلی که مربوط به بافت ها و سلول ها توی قسمت 10 هستش به همدیگه ربطش بده. این ارتباطه ممکنه یه مقداری طول بکشه، ولی وقتی که این اتفاق میفته مطمئنن سر جلسه خیلی شما مدیریت بهتری نسبت به افراد دیگه دارین. پس در نتیجه این چند تا کاری که با همدیگه رو گفتیم دونه دونه بررسیش میکنیم. بیاین بدون اینکه خیلی این ور اون ور بکنیم بریم سراغ خود کتاب درسی. خب ببینید، خیلی از مواقع بچه‌ها فکر می‌کنن که این قسمتایی که مال فصل اول مثلا نوشته و تنظیم عصبی یه چند جمله‌ای معمولاً اول هر فصلی توضیح میده خیلی چیز مهمی نیست، اما از همینا هم میشه اصلا سوال داد و دقیقاً چالش برانگیزه. خب از کجا شروع کنیم؟ یه نگاهی بندازیم. متخصصان برای بررسی فعالیت‌های مغز از نوار مغزی استفاده می‌کنن. نوار مغزی جریان الکتریکی چی؟ ثبت شده سلول‌های عصبی مغز. خب همینجا دقیقا وایسا، جریان الکتریکی ثبتی رو شما قبلا هم داشتین. کجا داشتین؟ کتاب دهمتون. یادتونه راجع به ماهیچه‌های قلبی، الکتروکاردیوگرام یا همون نوار قلبی و و و صحبت شده بود. پس در نتیجه ما میتونیم بگیم آقا این جریان الکتریکی زنده‌ای که ما برای سلول‌های عصبی ضبط می‌کنیم میتونیم برای ماهیچه‌ها هم داشته باشیم. یه نکته همین بسم الله من بگم به شما، تمامی سلول‌های بدن به واسطه پروتئین هایی که دارن در غشاء سلول توانایی جابجایی یون ها رو دارن. یه مثال میزنم، حالا مثلا مثال هایی هستش که برای ترکیب منتها برای کتاب 12 خیلی چیز تعجب برانگیزی نیست. چیزی که میخوام بهت بگم اینه که یاد بگیری قسمت های مختلف و کنار همدیگه بچینی. خب وقتی بتونی این کار انجام بدی 100% میتونی به اون نتیجه که ما میخوایم و خودت هم میدونی و لیاقتشو داری میرسیم. خب پس اولین نکته ای که یه کاغذ بردار بنویس از بسم الله، یعنی ببین دقیقا فصل 1 تنظیم عصبی خط اول، فصل 1 تنظیم عصبی خط اول چی اومده گفته؟ حالا متخصصان برای بررسی فعالیت های مغز از نوار مغزی استفاده میکنن. حالا نوار مغزی چیه؟ جریان الکتریکی ثبت شده سلول های عصبی. البته این سلول های عصبی همون منظور نورون ها هستش. خب همینجا دقیقه استاب. پس نکتهشو بنویس آقا جریان الکتریکی خب برای ثبت طبق کتاب درسی شما دو جا آورده. یکی جریان ثبت الکتریکی قلبه که مربوط میشد به گره پیش آهنگ، خب گره دهلیزی بطنی و الیافی که در دیواره بین دو بطن چپ و راست قرار داشت به اضافه رشته هایی که در این وسط بود. حل تا اینجا؟ خب پس در نتیجه اون جریان های الکتریکی قابل ثبت برای قلب و برای مغزه، اما همین الان من گفتم خدمتون جریان الکتریکی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم در تمامی سلول ها با مقدار متفاوت وجود داره. پس عمل کردی که ما داریم، ببین اگر نبود هیچ موقع ما انقدر نیاز به یون سدیم نداشتیم. حالا بریم جلوتر تو مباحث هورمون قشنگ با هم بررسی میکنیم که یه جایی بدن مجبور یون سدیم بیشتری رو بگیره به خاطر کنترل فشار اسموزی، که حالا فشار اسموزی رو توی دهم اگر خاطرتون باشه خونده بودین. چیزی که الان میخوایم بهش برسیم اینه که پس تمامی سلول ها توانایی ایجاد جریان الکتریکی رو دارن، مقدار و تلورانسش با هم فرق داره. نکته بعدی هم دوباره تو کاغذ بنویس. پس اگر همه این سلول هایی که ما الان داریم میگیم، چه سلول مغزی نورون، چه سلول قلبی که یاخته های ماهیچه قلبی تو کتاب قبلتون آوردن، باید یک اطلاعات وراثتی یکسان داشته باشن. جلوتره ولی بنویس،
اینی که الان دارم بهت میگم بنویس، به خاطر اینکه ما یه ایرادی که داریم اینه که هر فصلی رو، هر بخشی رو، هر پاراگرافی رو فقط زمان خودش میخونیم. بعد چه اتفاقی میافتاد؟ اون موقع که ما اینجوری درس میدادیم که اینا به هم دیگه ربط دارن، میگفتن اینا مربوط میشه به بچهای مثلا سمپاد. نه، به نظر من هیچ فرقی بین بچهای سمپاد و ما بقیه بچه‌ها وجود نداره. پس همه میتونن اونجوری که میخوان به نتیجه برسن. فقط یاد بگیرین که چه جوری از پس یه کتاب درسی بر بیاین. خب پس نکته‌ای که می‌نویسی اینه که تمامیشون دارای بیان ژن هستن، خب، و اطلاعات ژنی یکسان دارن و این همون بنیانگذاری این میشه که یه مجموعه سلول میشه بافت، یه مجموعه سلول میشه بافت پوششی، یه مجموعه سلول میشه بافت پیوندی، یه مجموعه سلول میشه بافت عصبی و یه مجموعه سلول میشه بافت مایچه‌ای. چرا اینو گفتم؟ چون همه ماها یه زیگوت به وجود اومدیم. اون زیگوت وقتی تکثیر میشه با تقسیم میتوز که حالا میریم جلوتر میگم، با تقسیمات که داره زیاد میشه، اطلاعات وراثتیش هم با خودش زیاد میکنه. پس در نتیجه اطلاعات در همه سلولای ما هست. حالا بیان ژن هاست که کتاب 12 هم با هم دیگه بررسیش میکنیم. نکته ای که الان شما باید میدونستین این بود. خب بریم تازه سراغ همون صفحه‌ای که معمولا با گفتارها بیان میشه، گفتار یک سلولای عصبی. ببین یادت باشه بافت عصبی شامل دو نوع سلوله. بافت عصبی شامل دو نوع سلوله. یه سلول همون نورونه که ما همون سلولای عصبی میشناسیم. یه سری سلول هم هستن بهش میگن سلولای پشتیبان. ها؟ پشتیبان. پشتیبان یعنی چی؟ یعنی اینکه یه جورایی از عملکرد نورون‌ها پشتیبانی میکنه. برای پشتیبانی چند تا چیز نیازه. حالا آخرین صفحه هم بررسیش میکنیم. باید منابع غذایی رو تامین بکنه، باید جاشون رو مشخص بکنه، باید عملکردشون رو کنترل بکنه و و و که حالا تو کتاب درسی بررسی اون تعدادی که گفته بررسیش میکنیم. پس بیا اینجا. بافت عصبی از یاخته‌های عصبی که الان خدمتتون گفتم منظور همون نورون‌ها هستن و یاخته‌های پشتیبان یا نوروگلیا. پس یادت باشه بافت عصبی دو نوع سلول داره. آقا اینو قبلا هم داشتین دقت یا میدونین یا اینکه دقت نکرده بودین. بذار بهت بگم، توی کیسه های هوایی یادته ما یاخته نوع اول یاخته نوع دوم داشتیم، اون گوشه راجع به شکل صحبت کرده بود، رنگش هم سبز بود. آقا ببین دارم آدرس بهت میدم، اون قسمتی که روی شکل کتاب درسی دهم برای تبادل گاز ها آمده بود بررسی کرده بود، بعد کیسه های هوایی نوشته بود یاخته نوع اول، بعد نوشته بود یاخته نوع دوم، بعد ماکروفاژ آورده بود گفته بود این ماکروفاژ جز کیسه هوایی ندونین، چون یه جورایی عملکردش با عملکرد اون یاخته نوع اول و دوم متفاوت بود که یکی از این یاخته ها توانایی ترشح عامل سطح فعال رو داشت. حالا نمیخوام وارد اون قسمت بشم. پس ما همه ساختار رو که داریم بررسی میکنیم میتونیم تنوع سلولی هم داشته باشیم ولو اینکه اطلاعاتشون یکسان باشه. یاخته عصبی و یاخته های پشتیبان جزء بافت عصبی هن. نکته بعدی، یاخته های عصبی سه تا عملکرد دارن. خب این سه تا عملکرد دقیقا تو تست هم خیلی استفاده میشه. این یاخته ها تحریک پذیرن، پس توانایی تحریک پذیر رو دارن. پیام عصبی تولید میکنن، این دوتا هدایت میکنن. یعنی چی؟ این پیام را هدایت و به یاخته های دیگر منتقل میکنن. پس یه بار دیگه میگیم، یکی تحریک پذیره، یکی پیام عصبی رو تولید میکنه، یکی هم توانایی داره که این پیامه رو هدایت کنه و به یه سلول دیگه بده. الزاماً اون سلول سلول عصبی نیست، چون یاخته های دیگر آورده. میتونه یه سلول بافت پوششی تمایز یافته باشه، میتونه خیلی از موارد دیگه هم باشه. پس چیزی که اینجا نوشته به یاخته های دیگر، پس یادتون باشه سلول های عصبی عملکرداشون، بگو یه بار دیگه، تحریک پذیری دو، چی؟ تولید پیام عصبی سه، هدایت پیام عصبی. پس پیام عصبی رو تولید میکنن، هدایت میکنن و تحریک پذیری هم در قسمت اولشه. اینا رو داشته باشین که عملکرد اولی و دومی یه جورای اختصاصی خاص خودشه. تحریک پذیری دارن، خب پیام عصبی هم تولید میکنن، هدایت کردن میتونه به یک نورون دیگه باشه، میتونه به یک ساختار سلولی متفاوت دیگه باشه. بیا این طرف، دندریت. حالا دارینه هم گذاشته، من برعکس میگم، میگم دندریت پرانتز باز دارینه. چرا؟ چون برای اینکه شما پس فردا میری وارد رشته پزشکی میشی، چیزی به نام دارینه و آسه و اینا وجود نداره. دندریت رشته ایست که پیام ها را دریافت و به جسم سلولی یا به جسم یاخته عصبی وارد میکنه. این رشته زنده است،
آره یا نه؟ نمونه شو بهت بگم؟ چشم ریز پرس. ببین من دارم چون یازدهمی، خب میخوام یادت بدم که وقتی داری یازدهم میخونی فقط یازدهم نخونی، بری سر جلسه امتحان امتحان بدی بیای بیرون. ببینید بچه ها، بدی یا خوبیه سیستم مجازی اینه که شما میتونی در جایی که هستی نوعی استفاده ببری که ممکنه در قسمت‌های دیگه، مثلا اگر این سال کرونا نبود برای شما امکان پذیر نبود، برای منم هم همینجور امکان پذیر نبود که در خدمت شما باشم. پس در نتیجه چیزایی که دارم بهت میگم و یه ذره دقت کن. یه بار دیگه میگم، ببین از اینجا شروع میکنیم. دندریت رشته ایست که پیام‌ها را دریافت و به جسم سلولی یاخته وارد میکنه. ریسپورس با دندریت قابل مقایسه است یا نه؟ خب برمیگردیم سراغ اینجا. این دندریت هاست، میبینیم بچه ها؟ پس دندریت ها شامله یک، غشاء سلولی. دندریت ها شامله یک، غشاء سلولی. دو، ساختار سیتوپلازمیان. پس چی شد؟ دندریت ها شامله غشاء سلولی و ساختار چی؟ سیتوپلازمیان. پس اینا ساختارش یک قسمتی از یک سلول زندن، شخصا به عنوان یک عامل زنده در نظر گرفته نمیشن. بذار مثال بزنم برات. ببین یه آمیب رو در نظر بگیر، مثلا چجوری بگم، مثل یه کیسه پلاستیک که این کیسه نایلون رو نصفش آب کردی، سرش گره زدی، میذاری روی میز. بعد موقعی که میز رو این ور اونور میکنی یا سینی رو این ور اونور میکنی، این شروع میکنه حرکت کردن. این حرکت کردن دقیقا همون حرکت کردن آمیبیه. یعنی چی؟ یعنی با زائده های سیتوپلازمی، یعنی با اون قسمت هایی از سیتوپلازم که در داخل خودش هست و به وسیله اون کیسه احاطه شده، پاهایی رو پیدا میکنه و دستایی رو پیدا میکنه که باعث حرکتش بشه. این زوائد سیتوپلازمی شامل غشاء سلولی و سیتوپلازمه. اینو دارم به چند بار تاکید میکنم. چرا؟ به خاطر اینکه توی یکی از تستایی که پارسال مثلا توی یکی از این آزمونا داده بودن، اومده بودن گفته بودن که اطلاعات وراثتی داره یا نداره. ببین اطلاعات وراثتی در کل نورون هست، اما در دندریت حتی اگه بخوای ساختار میتوکندری هم حساب بکنی به این راحتی قابل بررسی نیست. هرچند که بعضی از تست‌ها دو پهلوه. مخصوصا اینا رو میگم که بدونی که حتی تست‌های دو پهلو هم قابل بررسی هستن. خب پس دندریت ساختار یک سلول زنده است. خب یه بخشی از یک سلول زنده است. این دوتا رو کنار هم دیگه میذاریم. بعد میذاریم چی؟ بخشی از یک سلول زنده است. پس دندریت بخشی از یک سلول زنده است. شامل غشاء پلاسمایی یا غشاء سلولی به اضافه سیتوپلازم. بیا این بر. آسه یا آکسون رشته ایست که خب پیام عصبی را از جسم سلولی یا جسم یاخته عصبی تا انتهای خود که پایانه آکسون است هدایت میکنه. بله این جریان عصبی رو چیکار میکنه؟ هدایت میکنه. پس در نتیجه الان چیزی که ما داریم راجع به صحبت میکنیم راجع به آکسونی هستش که اونم دقیقا ساختار شبیه به دندریته. پس هر دوشون کنار همدیگه میذاریم. آکسون و دندریت رشته های سیتوپلازمی هستن. پس خودشون به صورت مستقل این آکسون هست. میبینی؟ خب خودشون به صورت مستقل یک سلول به حساب نمیان. توی این شکلی که شما داری میبینی، خب دندریت ها انشعابات بیشتری نسبت به آکسون دارن. دندریت ها انشعاب بیشتری نسبت به آکسون دارن. خب اما نگفتم همواره، گفتم توی این شکله. چرا؟ بقیهش رو با هم دیگه توی صفحه بعد بررسی میکنیم. تا اینجا فهمیدیم که آقا هم آکسون هم دندریت غشاء سیتوپلازمی یا غشاء غشاء پلاسمایی یا همون ساختار غشاء سلولی به اضافه سیتوپلازم دارن. خب پس ساختار هسته در هیچ کدوم اینا دیده نمیشه. بریم بعدیش. پیام عصبی از محل پایانه آکسون یک سلول عصبی به یاخته دیگر منتقل میشه. پس یادت باشه این داستان انتقال پیام که ما داریم میگیم، پس یه بار دیگه با هم دیگه بررسی کنیم، همین الان این سفر یاد بگیریم. یک، نورونای ما چه جوری بودن؟ نورونهای ما یا همون سلولهای عصبی اصلی ما، که چون سلول نوروگلیا هم جزء بافت عصبی بودن ها، ولی ما الان فقط دارم راجع به یاخته های عصبی به قول کتابتون داریم بررسی میکنیم، که این یاخته های عصبی ما شامل سه تا اتفاق میافتادن، سه تا کار انجام میدادن. یکی این که تحریک پذیری داشتن، دو میتونستن جریان عصبی تولید کنن، سه میتونستن این جریان عصبی رو به یک یاخته دیگر یا یاخته های دیگر منتقل کنن. این انتقاله هم، این انتقاله یعنی این که جریان از یک سلول عصبی به حالا به یه سلول عصبی دیگه یا به یک سلول از یک بافت دیگه در نظر گرفته بشه. اینا رو تا اینجا داشتیم. بیا این بعد. خب
پیام عصبی از محل پایان آکسون یعنی چی؟ یعنی پیام عصبی اگه قرار انتقال پیدا بکنه نه از دندریت، نه از جسم سلولی و نه از خود آکسونه، از طریق پایانه های آکسونیه. یه بار دیگه میگم پیام عصبی برای اینکه انتقال پیدا بکنه، این انتقال پیام عصبی هیچ ربطی به دندریت ها، هیچ ربطی به جسم سلولی، هیچ ربطی به آکسون نداره. پیام عصبی الزاماً از پایانه آکسون خارج می شود. این نشون دهنده اینه که جریان عصبی ما یک طرف است. نشون دهنده اینه که جریان عصبی ما یک طرف است. یه نگاه بنداز چرا؟ ببین اگر من اینجا تحریک داشته باشم، این تحریک باید بیاد جسم سلولی، بعد بیاد آکسون، میرسه به پایانه های آکسون، این انتقال پیدا میکنه. اگر از جسم سلولی باشه میشه جسم سلولی آکسون، پایانه های آکسون. اگر از خود قسمت های فوقانی آکسون باشه میشه آکسون، پایانه های آکسون. پس یادت باشه جریان عصبی یک طرف است، برگشت نداره. جریان عصبی یک طرف است و همیشه هم از طریق پایانه آکسونیه که خارج میشه. قسمت بعدیش، خب جسم سلولی محل قرار گرفتن هسته و انجام سوخت و ساز یاخته های عصبی است و میتواند پیام نیز دریافت کند. همینجا بایست من میخوام بدین رو بگم، سلول عصبی وقتی تمایز پیدا میکنه بخش هایی رو داره که این بخش ها هر کدوم عملکرد های مخصوص خودشون دارن. این بخش هایی که الان خدمتون دارم میگم از نظر کلی دارم میگم، جسم سلولی وقتی در داخلش هسته وجود داشته باشه، اگر خاطرتون باشه در اطراف هسته ما شبکه های اندوپلاسمی هم داریم، شبکه اندوپلاسمی زبر، شبکه اندوپلاسمی زبر دقیقاً در مجاورت قشای هسته است. نمیخوام بگم که همون چین خوردگیاشه، حالا بعداً اینا رو بررسی میکنیم انشالله کتاب 12، ولی چیزی که الان شما باید بدونی اینه که در جسم زلولی وقتی میگه سوخت و ساز انجام میشه، پس در نتیجه اینو یه گوشه یادداشت کن دوباره. ببینید یه قسمتایی که بهت میگم یادداشت کن، به خاطر اینکه دوباره برمیگردی اینا رو که نگاه میکنی نکته ها یادت میاد که دقیقا من کجا بهت گفتم که اینا رو یادداشت کن. ببین هنوز صفحه اولی، ما توی صفحه اول داریم بررسی میکنیم. برگرد بیا اینجا، جسم سلولی محل قرار گرفتن هسته است، پس اندامک هایی که در مجاورت هسته هستند، اندامک هایی که در مجاورت هسته هستند در جسم سلولی قابل مشاهدن. این یک. دو، و انجام سوخت و ساز یاخته های عصبی. ببین جالبه، سوخت و ساز که داره میگه یه گوشه بنویس راکیزه یا میتوکندری، منظورش همونه. چرا اینه؟ چون سلول عصبی تنفس هوازی داره، پس من میتونم بگم آقا تجمع میتوکندری ها هم میتونه در جسم سلولی باشه. چرا؟ چون دقیقا جایی هستن که کتاب خودتون هم گفته سوخت و سازه. نمیگیم که توی قسمت های دیگه هیچ سوخت و سازی وجود نداره. مثل این مونه که مثلا ما برگردیم بگیم آقا من پول تو جیبمه، خب بانکم پول تو جیبشه، اما از نظر مالی کدوم یکی میتونه کار مردم رو بندازه؟ بانکه. من این که الان مثال زدم دقیقا همینه. اگر بگیم آقا قطعاً، چون تو تستا میاد، قطعاً هیچ میتوکندری یا راکیزه‌ای در رشته های دندریتی و آکسونی مشاهده نمیشود، این کار درستی نیست، اون قطعاً است. ولی اگر بخوایم بر اساس کتاب بگیم، کتاب گفته آقا سوخت و ساز سلول کجاست، میگی جسم سلولی. پس در نتیجه من میتونم بگم در جسم سلولی ما چیزی به نام میتوکندری هم داریم. میتوکندری ها برای ما چیکار میکردن؟ تنفس هوازی انجام میدادن. به همین راحتی. ببین همین که بهت میگم بنویس، شما هم اگر مشکلاتی داشتین شما اینا رو بنویسیم و آخر جلسه با همدیگه بررسیش میکنیم ایشالله. خب بریم سراغ قسمت بعدی. ببین خط به خط دارم بررسی میکنم برات. و میتواند پیام نیز دریافت کند. اگر که میگه میتواند، یعنی توانایی این کارو داره. وقتی ما میگیم توانایی این کارو داره یعنی چی؟ یعنی اینکه در اولویت اصلی خب قرار گرفتن اینکه پیام دریافت بکنه نیست. چرا؟ چون ما غالبا میگیم آقا دندریت ها راحت تر این کار رو انجام میدن. حالا چرا راحت تر انجام میدن؟ بذار یه مثال بذارم تو ذهن جا بیفته. ببین ما هر چقدر سطح رو افزایش بدیم میتونیم راجع به عمل کردن به قول خودمون کارایی داشته باشیم. پس در نتیجه این چند تا چیزی که بهت میگم خوب دقت کن. چرا ما ریسپورز داریم؟ ها؟ چرا ریسپورز داریم؟ به خاطر افزایش سطح جذبی یا سطح دفعی. بنویس نکته. نوشتی؟ خب حالا نکته که میخوام بگم اینه، ریزپورزهای بافت پوششی
ریزپرزهای بافت پوششی روده باریک. دو، این یکش بود. دو، ریزپرزهای بافت پوششی مربوط به نفرون پیچخورده های نزدیک و دور، که حالا ما با نزدیکی بیشتر کار داشتیم. یادتونه شکل کتابتون هم آورده بود، قشنگ زوائد سیتوپلازمی رو آورده بود، بعد ساختار ریزپرز گذاشته بود. چرا این ریزپرز ها وجود داشتن؟ به خاطر اینکه سطحی برای مبادله وجود داشته باشه. چرا در بافت پوششی روده ما ریزپرز داریم؟ به خاطر اینکه سطح بیشتری برای تبادل داشته باشیم. بچهای عزیز، اینجا زوائد دندریتی هم شبیه به همون ریزپرزان. ببین چند دقیقه پیش راجع به چی صحبت کردم؟ راجع به مقایسه کردن و بررسی اینا با ریزپرز بود. الان به نتیجه رسیدیم که هر چقدر این زوائد دندریتی بیشتر باشن، انشعاباتشون بیشتر باشه، پس بازدهی برای دریافت جریان عصبی هم افزایش پیدا میکنه. برای همینه که توی کتاب نوشته میتواند جسم سلولی هم میتواند جریان عصبی رو دریافت کنه، تحریک پذیری داشته باشه. اما چیزی که ما الان بیشتر لازم داریم این رشته هاست. رشته های چی؟ دندریتی که داریم میبینیم. حله؟ بریم قسمت بعدی. سلول عصبی که در شکل یک میبینید اینها، خب، پوششی به نام غلاف میلین دارد. آقا بله، شما اولین چیز که میبینی، آقا این آکسونش هست، دندریته نداره، جسم سلولی هم نداره. نه، چه همچین حرفی زده؟ چیزی که توی شکل یک میبینید اینه، نه کلن یاخته های عصبی. فهمیدید شد؟ یه بار دیگه میگم این غلاف میلینی که الان شما داری میبینین در شکل یک روی آکسون میبینی، چون صفحه بعد دوباره به یه چیز دیگه میخوام نشون بدم. خب حالا غلاف میلین چیه؟ این پوششیه بر روی بخش یا بخشهایی از سلول عصبی. یه بار دیگه، پوششیه که بر روی بخش یا بخشهای بخش یا بخشهای یاخته عصبی قرار میگیره. میلین، خب غلاف میلین رشته های آکسون و دندریت بسیاری از یاخته‌های عصبی را می‌پوشانند و آنها را عایق بندی می‌کنند. جمله بعدی ها، ببین جمله به جمله کتاب میتونه تست باشه. همین الان فکر کنم دیگه متوجه شدیم. یعنی اگر من دوست داشتم که شما قبلش مطالعه بکنین، حالا من بعد که وقتی که ما میایم فکر کنین که قشنگ فصل یک مثلا دیگه ترکوندی تموم شده، من از جمله های کتاب دوباره ازت سوال میکنم، باز چالش میشه، یه چیزی یادته یا اصلا خیلی یادشون هم نیست. مثل روزنامه خوندیم، برای ما فقط تیترای بزرگ روزنامه مهمه، ولی اگه بیان از جمله های همون صفحه که خوندیم از همون سوال بکنن، خیلی از جمله ها، نه شما، منم همینم اون خیلی از جمله ها یادم نیست. چرا؟ چون دقت برام نداشته. پس چیزی که الان شما نیاز داری و من دارم بهت میگم، ببین خط به خط زیست و با دقت بخون. بیا اینجا یه بار دیگه، غلاف میلین رشته های آکسون و دندریت بسیاری از یاخته های عصبی را میپوشانند. پس فاتحه جسم سلولی خوانده شد. الان چی مونده؟ دندریت آکسون اینجا هم نوشتم. خب بسیاری از یاخته های عصبی، پس پوشش های غلاف میلین در تمام سلول های عصبی قابل مشاهده نیست. یه بار دیگه میگم، غلاف میلین که پوشش هستش در تمام سلول های عصبی قابل مشاهده نیست. حله؟ بیا این طرف. خب چیزی که الان ما میخواییم بدونیم اینه، ببین، و آنها را عایق میکند. این عایق بندی یعنی چی؟ عایق بندی یعنی این که تحریک پذیری توی اون بخشایی که ما حالا بهش میگیم غلاف میلین وجود نداره. پس تحریک پذیری برای بخشایی که غلاف میلین دارن وجود نداره. غلاف میلین در دندریت ها و آکسون ها مشاهده میشه، در جسم سلولی مشاهده نمیشه، در پایان آکسون مشاهده نمیشه. پس اینا که دارم بهت میگم و مینویسی، یه بار دیگه، پس غلاف میلین در دندریت ها و آکسون ها مشاهده میشه، در جسم سلولی مشاهده نمیشه،
در پایانه آکسون مشاهده نمیشه. آقا پایانه آکسون مگه بخشی از آکسون نیست؟ پس چرا اینجا مشاهده نمیشه؟ تو اون قسمتی که ما بهش میگیم هدایت جریان عصبی، خب، و بعدش هم میشه انتقال جریان عصبی از یک سلول به سلول دیگه، اونجا با هم دیگه بررسیش میکنیم. خب در ذهن یادتون باشه، پس من سلول عصبی هم میتونم داشته باشم که نه دندرید، نه جسم سلولی، نه آکسون، نه پایانه آکسون چیزی به نام میلین نداشته باشه. این هم نکته بعدی. ببینیم بعدیش. عایق بندی کردن هم که گفتم دیگه یعنی چی؟ یعنی قسمتی که شما غلاف میلین داری تحریک پذیری نداری. به چه دردی میخوره؟ وایسیم میرسیمش. غلاف میلین پیوسته نیست. اینا به چه دردی میخوره اینجاست. غلاف میلین پیوسته نیست و در بخشهایی از رشته قطع میشود. این بخشها رو گره رانویه میگن. بیا یه بار دیگه بررسی کنیم. غلاف میلین پیوسته نیست، بخشهایی این غلافه رو ندارن و وقتی که نداشته باشن، اینجا نوشیم، در بخشهایی از رشته قطع میشود. وقتی که نداشته باشن، بخشهایی که بین دو غلاف میلین قرار گرفتند و خودشون ساختار میلین ندارن بهش میگن گره رانویه. یه بار دیگه، بخشهایی که بین دو غلاف میلین قرار گرفتن و خودشون غلاف ندارن میگیم گره رانویه. تمام شد. بیا این ور. غلاف میلین را سلولای پشتیبان بافت عصبی میسازن. ها؟ غلاف میلین را سلولهای پشتیبان بافت عصبی میسازن. شکل دو را ببینید. یاخته پشتیبان به دور داشتی؟ یاخته چی؟ پشتیبان به دور رشته عصبی میپیچد و غلاف میلین را به وجود میآورد. پس یه بار دیگه میگیم. یاخته پشتیبان به دور رشته عصبی میپیچد و غلاف میلین را ایجاد میکند. پس یه چیزی فهمیدیم که وقتی اسم غلاف میلین رو میاری، بخش لاینفکش نوروگلیا یا همون پشتیبانه. پس غلاف میلین دقیقا مثل این میمونه که یه نوروگلیا دور تا دور خودش همینجوری مثل یک رول بپیچه و چیکار کنه و ترشحاتی داشته باشه که در نهایت همون ساختار غلاف میلین رو میبینی. ببین اینجا رو تو شکل کتاب درسی داریم بررسیش میکنیم. ببین الف غلاف میلین، این بخش آکسونه، این بخش چیه؟ آکسونه. خب پس در نتیجه اینجا که دارم میام، بیا این ور یاخته پشتیبان دور تا دور دور میزنه، اینجا نوشته براتون غلاف میلین، و این ساختاری رو که به وجود میاره یعنی یاخته پشتیبان جزئی از چی میشه؟ جزئی از غلاف میلینه. ببین مثل این میمونه که من یه سلول دارم، این آکسون است، این دست من میشه سلول نوروگلیا، اینجوری میام میپیچونم دورش. وقتی اینجوری دارم دور این میپیچم، این سلول خودش مگه سلول نبوده؟ مگه زنده نبوده؟ مگه ما نگفتیم اون بخش سلول زنده در حالا به غیر از استثناهایی که مثل گلبول قرمز و و و داریم هستن باید داشته باشه؟ نوروگلیا یک سلول فعال با متابولیسم بالا و و و همه اینا رو کنار هم دیگه میذاری، ساختار هسته رو هم میتونی در نظر بگیری. برای همینم تو کتاب درسی شما غلاف میلین، هسته، یاخته پشتیبان. پس این ساختاری که الان داری میبینی، یاخته پشتیبان که ما بعدم بهش میگیم غلاف میلین، ساختار هسته مربوط به یاخته پشتیبانه. ساختار هسته مربوط به یاخته پشتیبانه. دوبار، سومین بارم میگم، ساختار هسته مربوط به یاخته پشتیبانه. پس در نتیجه دقیقاً دور تا دور بخشی از سیتوپلاسم یک سلول عصبی رو احاطه میکنه. جمله ما داشتی چی بود؟ یه بار دیگه میگم. میگم این غلاف میلین بخشی از یک سلول عصبی رو احاطه میکنه، نه همه ی سلولا. ببین تو جمله بندی های تستا تو رو خدا دقت کنی. یعنی ما اینقدر که توی زیست دقت میخوایم، تو هیچ درس دیگه اینقدر دقت نمیطلبه. پس در نتیجه اسم غلاف میلین رو که میارن، باید حتما ساختار هسته هم توش دیده بشه و حتما سلول پشتیبان هم باید حضور داشته باشه. همه اینایی که الان شما اینجا داری میبینی بخشی از زائده سیتوپلاسمیه که یا مربوط به آکسون میشه طبق این شکل کتاب، یا مربوط به دندریت میشه. آقا دندریت نداشتیم. بیا اینجا، غلاف میلین رشته های آسه و دارینه بسیاری از یاخته ها. آسه منظورش آکسونه، دارینه هم منظورش یه دندریته. اینا اینجا بود. پس یادت باشه
این الزامن آکسون نیست. این سلول وسط اینجا نوشته آسه، ولی الزامن آکسون یا آسه نیست، میتونه دندریت هم باشه. صفحه اول بود بچه، هنوز تموم نشده. پاراگراف آخرش، تعداد یاخت‌های پشتیبان چند برابر یاخت‌های عصبی است و انواع گوناگونی دارد. یه بار دیگه، تعداد یاخت‌ها، پس تعداد سلول‌های پشتیبان در بافت عصبی، در بافت عصبی چند برابر سلول‌های عصبیه. پس اگه من بگم آقا بافت عصبی بیشترین سلول‌هاش، میگی چی؟ میگی نوروگلیا، پشتیبان. پس بیشترین سلول‌های بافت عصبی نوروگلیا، یاد بگیر. بیشترین سلول‌های بافت عصبی نوروگلیاست. خب قسمت بعدیش اینجا هم نوشته براتون کتاب چند برابر، نوشته انواع گوناگونی دارد. وقتی میگه انواع گوناگون یعنی کارایی متفاوت. مثال بزنم برات، چشم. ما میگیم آقا انواعی از سلول ها در بافت پیوندی خون وجود دارد، مثال گلبول قرمز، یا به قول کتابتون گویچه های قرمز، گلبول های سفید. خب همینجا دو بایسا، خود گلبول های سفید داستانشون چیه؟ خود گلبول های سفید نمیدونم نوتروفیل، بازوفیل، ایوزونوفیل، اینا رو همه رو توی قسمت های بعدی کتاب 11 هم بررسی میکنیم. پس ما یه تنوع سلولی داریم، هر جا تنوع داشتیم، گوناگونی داشتیم، فعالیت ها هم افزایش پیدا میکنه، یعنی حیطه فعالیت ها بیشتر میشه. نگاه کن به من، بیا اینجا. گفتیم که چند برابر است و انواع گوناگونی داره. این یاخته ها داربست ها یا برای استقرار یاخته های عصبی ایجاد میکنن. آقا نفهمیدم یعنی چی داربست ها، الان میگم بهت. آنها در دفاع از یاخته های عصبی، حفظ همیستایی مایع اطراف آنها مثل حفظ مقدار طبیعی اونها نیز نقش دارن. خب آقا این که الان اینجا گفته داربست چیه؟ ببین وقتی من قراره چند به قول خودمون سلولو یه جا نگه دارم، بعد این چند تا سلولی که یه جا نگه میدارم به یه وسیله اینا رو نگه دارم این کنار هم دیگه. برای مثال دارم میگم، وقتی من اسم اینو صحبت میکنم که مثلا میگم آقا کهکشان راه شیری و و و، هر کدوم از اینا میدان مغناطیسی دارن، جاذبه دارن و و و، چیزایی که من و شما هم به ذهنمون نمیرسه. حالا من فقط توی سلولا دارم میگم، وقتی من یه نورون رو اینجا میذارم یه نورون دیگه باید تو این فاصله باشه، اینا به وسیله رشته، معمولا به وسیله رشته های پروتئینی، عین به قول خودمون رشته هایی که عنکبوت میتنه، اینا کنار همدیگه قرار میگیرن، ما به اینا میگیم داربست. پس داربست باید ساختارهایی باشه که الان من به شما گفتم این ساختارها غالبا پروتئینی هستند، رشته های پروتئینی. این رشته های پروتئینی از من یه سلول عصبی خب میچسبه سرش به من، یه سر دیگه‌اش میچسبه به یه سلول عصبی دیگه، بعد یه سلول عصبی دیگه میاد متصل میشه به اون رشته وسطیه. برای همین هم اگه بریم مثلا توی اینترنت سرچ کنیم، وقتی که بافت مغز رو به صورت سه‌بعدی نشون میده، میبینی اوف این همه دندریت، آکسون، جسم سلولی، کنار همون یه عالمه رشته هم وسطشونه. این همون ساختاریه که ما بهش میگیم داربست، یعنی نگه داشتن سلول‌های عصبی در جای خودشون به عنوان داربست استفاده میشه. پس کی نه به قول خودمون چیدمان سلولای عصبی رو داره تامین میکنه؟ سلولای پشتیبان. پس یه بار دیگه بررسی کن بگو سلولای پشتیبان نسبت به یاخت‌های عصبی تعدادشون چند برابر، از نظر عملکردی فراوانی بیشتری دارن. یعنی چی از نظر عملکردی؟ یعنی اینکه اینجا گفتیم یک داربسته، دو بیا اینجا دفاع، خب سه حفظ همیستایی مایع. آقا بله، این دفاع رو ما بعداً چجوری باید بررسی کنیم؟ از همین الان بنویس که تو بخش ایمنی 11 هم دوباره گیر نکنیم. بنویس که دفاع غیر اختصاصی. حالا بهت میگم یعنی چی، شاید هم خیلیتون بدونیم. پس عمل کرده پشتیبان یک داربسته، یعنی نگه داشتن سلول های عصبی سر جای خودش. دو دفاع، اونم از نوع غیر اختصاصی. آقا اختصاصی اونیه که فقط یک نوع عامل بیماری بشناسه، اطلاعاتش رو ذخیره کنه، هر جا لازم داشت بر علیهش استفاده کنه اگه وارد شد. اما غیر اختصاصی یعنی این که تشخیص میده که این عامل خودی نیست، اما نمیتونه بگه این عامل غیر خودیه چیه دقیقاً. فهمیدین چی شد؟ پس در نتیجه چیزی که ما الان اینجا داریم برای سلول پشتیبان دقیقا همون ماکروفاژی بود که در کیسه های هوایی کتاب دهمتون داشتین. اونجا ماکروفاژ دفاعه،
غیر اختصاصی داره. متوجه شدین؟ پس در نتیجه این دفاع اختصاصی و غیر اختصاصی که الان خدمتتون دارم عرض می‌کنم خیلی ببین نکته‌های خیلی معمولیه، ولی خب سر جلسه کنکور اون استرسش، اون به قول خودمون فشاری که روی داوطلب هستش، شاید اینجوری بگیم بهتره 30-40% معلومات شما حذف میشه. خب بیا اینور. پس در نتیجه داربستو که داشتیم، دفاع غیر اختصاصی هم داشتیم، حفظ همیستایی مایع در اطراف آن. آقا ما یه چیز دیگه هم بگم، دوباره شما توی بخش تنظیم مواد توی کتاب دهمتون ساختار کلیه برای دفع مواد زائد بود، درسته؟ یه جورایی توی چی نقش داشت؟ حفظ همیستایی. پس من میتونم آقا بگم، یه دوباره بنویسینا رو، یک، حفظ همیستایی رو من در اینجا یعنی در سلول‌های پشتیبان بافت عصبی، یک اینو دارم. دو، بنویس. چی بنویسی؟ آها، این به قول خودمون عمل کرده تنظیم همیستایی هم در خون وجود داره هم در کلیه ها. تازه سمزدایی کبد هم باید بهش اضافه کنیم. پس دومیشو بنویس، تنظیم همیستایی کلیه. اگر گفتی چجوری، حالا نمیخواد بگی، من خودم میگم دیگه جلو، چون حضور ذهن ممکن نداشته باشی. ببین اگر خاطرتون باشه با دفع و به قول خودمون بازجذبش، اون دفع اولش که سه مرحله داشتیم، تراوش داشتی، بعد چی داشتی؟ تراوش بود، بازجذب بود، ترشح بود. تراوش و ترشح این دوتا بیرون کردن موادن. بازجذب اسمش معلومه بچه ها، یه بازجذب بیشتر نداریم، یعنی جذب مجدد. هر جا ما برای هر ماده‌ای جذب مجدد داشتیم اسمش بازجذبه. گرفتین چی شد؟ حالا هر چی میخواد باشه. پس در نتیجه من یه بازجذب موادم برای مبادله و کنترل مواد سمی داشتم. این عمل کرد میشه همیستایی. همون بخش اول کتاب دهمتون گفته. پس من همیستایی پشتیبانو دارم، همیستایی در کلیه دارم، همیستایی و کنترل پهاش خونم دارم. سومیش میشه همیستایی و کنترل پهاش خون. اگر یادت نمیاد فقط همون هاشیه مثبت و هایسه و سه منفی بودن که کربونیک اسید و اینا رو با هم دفع میکردن. نمیخوام وارد دهم بشم، فقط اینا رو دارم به عنوان نماد میگم که تو ذهنت باشه. خب یه همیستایی سمزدایی برای کبدم بنویس. اینا رو وقتی مینویسی یاد میگیره ذهنت. ببین سخته، آره میدونم زیست خوندن این تیپی سخته، ولی به خدا کنکور آسون نبود. کنکور دقیقاً سوالایی داده بود که بچه‌ها باید می‌فهمیدن زیستو، باید می‌تونستن اطلاعاتشون طبقه بندی کنن. من آخر یه چیز این وسط پرانتز به شما بگم، ببینید خیلی از بچه‌ها فکر می‌کنن که یه بار مثلا یه فصلی رو مفهومی بخونن دیگه مشکل حل شده. بچه‌ها تا الان شما این کارو نکردین. مثل این مونه که یه فردی مریض میشه میاد پیش من بهش دارو میدم. وقتی دارو دادم همون موقع که این دارو رو می‌خوره خوب میشه؟ خیر، یه بازه زمانی داره. شما همون بازه زمانی رو در نظر بگیرین. یک، دو، یاد بده به مغزت که به صورت طبقه بندی فکر کنه. و این چیزی که الان شما دارین آروم آروم میایین، الان خیلی راحت بعد از 3-4 ماه میتونی هر کتاب تستی رو هم شما خودت هم تستشو بزنی هم تحلیلش کنی. چرا؟ چون از الان دارم بهت میگم یه صفحه درس دادم به دهمت هم ربط داشت. حالا کتاب 12 که دارم درس میدم تازه از خود اونا برمیگردیم به 11 و 10، و این دقیقا همون چیزی که تو سوالای کنکورتون هم مشاهده میشه. خب پس یادتون باشه این حفظ همیستایی مایع اطراف آنها مثل حفظ مقدار طبیعی یونها با عملکرد زیستی نوروگلیا رخ میده. پس سلولای پشتیبان چند برابرن، تنوع کارایی دارن. طبق کتابتون راجع به داربست و دفاع غیر اختصاصی و حفظ همیستایی صحبت کرده. بریم ساده صفحه 3. خب اجازه بدین قبل از اینکه وارد قسمت‌های بعدی بشیم انواع یاخت‌های عصبی رو با هم بررسی کنیم. بچه‌ها این شکل سوم، خب این شکل سوم بذار اول با جمله‌ها بیایم جلو، انواع یاخت‌های عصبی را نشان می‌دهد. پس در این شکل شما انواع یاخت‌های عصبی دارین، نه بیشتر لازم دارین نه کمتر. بازم میگم طبق کتاب درسی، حالا نورون دو قطبی داریم، چند قطبی داریم، بگیریم بشینیم، اولویت با کتاب درسیه.
یعنی اگر من جزوه ای آوردم گفتم اون جزوه رو بخون دیگه نمیخواد به کتاب نگاه کنی، این کار رو شما با منم انجام ندین، چون اول و آخر کتاب درسی هستش. تا اینجاشو داشتی؟ بیا بریم قسمت بعدیش. خب، یاخته‌های عصبی، شکل 3، انواع یاخته‌های عصبی. یاخته‌های عصبی حسی پیام‌ها را به سوی بخش مرکزی دستگاه عصبی. به سوی چی؟ بخش مرکزی دستگاه عصبی، مغز و نخاع. درست شد؟ میآورن. پس یادت باشه یاخته‌های حسی یا نورون‌های حسی پیامو به سوی مغز و نخاع میبرن. پیام‌های حسی توسط سلول‌های به قول خودمون عصبی حسی به کجا منتقل میشه؟ مغز و نخاع. یاخته‌ها یا سلول‌های عصبی حرکتی پیام‌ها رو از بخش مرکزی دستگاه عصبی به سوی اندام‌ها مثل ماهیچه‌ها میبرن. پس تا اینجا این سه نوع که داری بررسی می‌کنی، یک، عصبی حسی چیکار می‌کرد؟ پیامو به مراکز مغز و نخاع میداد. دو، عصبی حرکتی پیام‌ها رو چیکار می‌کرد؟ پیام‌ها رو از بخش مرکزی دستگاه عصبی به سوی اندام‌ها مثل ماهیچه‌ها می‌برد. این دو. سه، نوع سوم، یاخته‌های عصبی‌ان که این یاخته‌ها رو بهش میگن رابط، که در مغز و نخاع قرار دارن. آقا بله، پس من سلول عصبی حسی در مغز ندارم، پیامو میخواد ببره؟ نه. من سلول عصبی حرکتی در مغز و نخاع ندارم؟ خیر. این جوابی رو که داده باید برگردونه. پس اونایی که ما الان میبینیم چیه؟ نوع سومن، سلولایی هستن که یاخته های عصبی رابطن که در مغز و نخاع قرار دارن، که در مغز و نخاع قرار دارن. این یاخته ها ارتباط لازم بین سلول های عصبی رو فراهم میکنن. خب هر نوع، یا بهتر اینجوری بگیم هر سه نوع یاخته میتواند میلین دار یا بدون میلین باشد. دیگه از این واضح تر تست میدادن در قسمت، اینو گوش کن، حتی تو جزوه هم هنوز هست، حتی تو کتاب های تست هم هست. خب اونجایی که به قول خودمون من سکوت میکردم و تست نمیدادم، دقیقا به خاطر این بودش که کتاب عنوان نکرده بود که این شکل به عنوان نماد کلیه که ما برگردیم بگیم رابط میلین ندارد، که بگیم رابط میلین ندارد. میدونی؟ برگرد بیا بالا نگاه کن اینجا رو. جسم سلولی هر سه نوع چیزی به نام میلین نداریم. قسمت بعدیش نوشته هر سه نوع یاخته عصبی می توانند. یعنی چی؟ یعنی هم عصب حسی، هم رابط، هم حرکتی. یه بار دیگه، حسی، رابط، حرکتی. یه بار دیگه، حسی، رابط، حرکتی. خب می توانند میلین دار یا بدون میلین باشند. دیگه داره داد میزنه. یعنی رابط هم میتونه می تواند میلین دار باشد؟ بله. یعنی حرکتی میتونه میلین نداشته باشه؟ بله. یعنی حسی میتونه میلین نداشته باشه؟ بله. پس میتونن همشون با میلین باشن؟ ببین اینی که الان داریم میگیم غلاف میلین بر اساس عملکردشونه. آقا عملکردشون چه جوریه؟ الان بریم جلوتر بهت میگم. تا اینجاشو فهمیدی؟ پس سه تا سلول عصبی داشتیم، نورون داشتیم. یکی حسی بود. خب که چیکار میکرد؟ پیاما رو میبرد به مغز و نخاع. یکی حرکتی بود که جوابا رو میآورد به ماهیچه‌ها و بافتا. یکی دیگه چی بود؟ یکی دیگه رابط بود که خودش تو مغز و نخاع مستقر بود. نکته بعدی، هم حسی هم حرکتی، هم رابط، یه بار دیگه، هم حسی هم حرکتی هم رابط، هم میتونن میلین داشته باشن، هم میتونن میلین نداشته باشن. اینم پرونده این. خب تا اینجاشو گرفتین چی شد؟ جریان عصبی رو یه نگاهی بندازین. جالبه، جریان عصبی یک طرف است. آقا این که یه طرف است یعنی چی؟ یعنی اینکه این دندریت‌های نورون حسیه، این دندریت‌های نورون حسیه. خب این دندریت‌ها جریان عصبی رو دریافت می‌کنن، یعنی تحریک پذیری دارن. این تحریک پذیری از دندریت‌ها انتقال پیدا می‌کنه. می‌بینی اینجا رو، این ساختاری که الان شما داری می‌بینین ساختار دندریت، بعد جسم سلولیه، بعد اینجا میشه آکسون. جالب شد نه؟ دندریت ها مثل کتاب دهمتون یادتونه بچه ها، نایجه نایجک، هی انشاب پیدا میکرد. حالا اینو برعکسش کنین، یه عالمه دندریت هن، این دندریت ها توی نورون حسی میان میشن یک رشته دندریتی، این دیگه آکسون نیست. پس دندریت ها، ببین
دندریت ها به هم متصل میشن، میشه یک رشته دندریتی. پس من اینجا هم انواع دندریت ها رو بخوام حساب بکنم، میگم آقا دندریت های منشعب که در نهایت به هم متصل میشن و یک دندریت غیر منشعب ایجاد میکنن که جریان عصبی رو به جسم سلولی منتقل میکنن. خب این جسم سلولی نورون حسیه. بعد از جسم سلولی جریان از جسم سلولی انتقال پیدا میکنه به آکسون. آقا این که آکسون این کوتاه و آکسون این بلنده دندریت ها به این ترتیب قرار گرفتن، ببین اینا به عنوان قانون نیست. چون اگر یادت باشه همون صفحه 2 کتاب درسی که داشتیم بررسی میکردیم، میتونه اونجا اگر نگاه میکردیم مینوشتیم که کتاب نوشته بود که انواعی از سلولهای عصبی، که این انواع از سلولهای عصبی الزاماً یه یاخته عصبی حسی نمیتونیم بگیم همواره یا قطعاً آکسون‌های کوتاه‌تری نسبت به یک ساختار دیگه داره. این شکل سلول‌هاست که این شکل سلول‌ها و داربست‌های نوروگلیا تعیین کننده عملکرد و چیدمانشونن. خب پس در نتیجه من اینجا دندریت‌ها که به هم منشعب میشن میشه یه دندریت جسم سلولی، جریان انتقال پیدا میکنه به آکسون و در نهایت از طریق پایانه‌های آکسونی، نگاه کن اینجا رو، هم میتونه به دندریت بخوره هم میتونه به چی؟ به خود جسم سلولی. پس اونجا که نوشته بود جسم سلولی میتواند، جسم سلولی هم میتواند. بله گرفت این چی شد؟ پس این جریانی که الان شما توی این شکل طبقه، ببین طبقه شکل 3 کتاب درسی، پایانه های آکسون میتوانند به دندریت ها یا به جسم سلولی جریان رو انتقال بدن. جریان میاد توی نورون رابط، این نورون رابط از طریق دندریت یا از طریق جسم سلولی جریان رو انتقال میده به آکسون. این آکسونه چه اتفاقی براش میفته؟ این آکسونی که الان شما اینجا داری میبینی میرسه به پایانه های آکسونی. دوباره جریان از طریق پایانه های آکسونی منتقل میشه دوباره یا به دندریت یا به جسم سلولی یاخته عصبی حرکتی. خب جریان عصبی دوباره از اینا که میاد میرسه به جسم سلولی، بعدش هم میاد کجا؟ آکسون، میاد میرسه به پایانه های آکسون، که این پایانه های آکسون اینجا اگر مایچه‌ای باشه میتونه باعث انقباض یا انبساط یا استراحت و یا هر چیز دیگه ای باشه. پس تا اینجاش یاد گرفتین این جریانی که الان داری میبینی به واسطه یه جریان یک طرفه یه که از دندریت نورون حسی شروع شده و به پایانه های آکسون نورون چی؟ حرکتی رسیده. پس این مسیر یک طرفه رو در نظر بگیرید. چرا من اینو گفتم؟ چون تو کتاب درسی براتون فلش گذاشته. پس یه بار دیگه میگیم جریان عصبی که تو این شکل داری میبینی از دندریت های سلول عصبی حسی شروع میشود، بعد انتقال پیدا میکنه به رابط، رابط هم این تحریک پذیری رو میگیره و بعد هم تولید پیام و بعد هم هدایت که میکنه میرسه به چی؟ به یاخته عصبی حرکتی. یاخته عصبی حرکتی جریان رو دریافت میکنه و از طریق پایانه های آکسون به بافت یا سلول هدف منتقل میشه. این جریان یک طرفه. خب ببینین، اول بذار اینم بهتون بگم، فعالیت های کتاب مهمه، تا زیر نویسش هم مهمه بچه. آره مهمه. ساختار و کار سن و یاخته عصبی را در شکل سه میبینید، با هم مقایسه کنید. خدمتتون گفتم پس چیزایی که الان شما توی این شکل بچه توی این شکل میبینید چیا بود؟ جریان یه طرفه بود. توی این شکل ما داریم بررسی میکنیم که هم دندریت و هم آکسون در نورون حسی غلاف میلین دارن. توی این شکل، توی این شکل چرا؟ چون دقیقا اینها، ببین برای اینکه یادت نره میگم، هر سه نوع میتونن میلین یا بدون میلین باشن. پس اگر من بیام کلی بگم غلطه جمله، میگم دقت کن اینه، توی این شکل رو به خاطر اینجا گفته، ساختار و کار سه نوع یاخته عصبی را در شکل سه، در این شکل در نورون حسی هم دندریت هم آکسون میلین دارن. در این شکل نورون رابط نه دندریت و نه آکسون میلین ندارد. در این شکل نورون حرکتی دندریت میلین ندارد و در این شکل آکسون دارای غلاف میلین است. جواب فعالیت یک.
برم بعدیش. خب پیام عصبی چگونه ایجاد می شود؟ این مهمه بچه ها. پیام عصبی در اثر تغییر مقدار یونها در دو سوی قشای یاخته عصبی به وجود میاد. یعنی چی؟ یه بار گوش بدون. ببین پیام عصبی در اثر تغییر چی؟ مقدار یونها در دو سوی قشای یاخته عصبی به وجود میاد. پس من یه چیزی رو باید بفهمم که این جابجایی یونها باید با عملکرد ساختارهای پروتئینی در قشا باشه. خب که این از الان آویزه گوشت کن، اگر ما قراره یونی رو جابجا کنیم، غلظتشو زیاد کنیم، غلظتشو کم کنیم، یا بخوایم مثلا تغییراتی در عملکرد یون بدیم، نیاز به پروتئین هایی داریم که در غشاء سلول فعالن. بریم جلو، بهت میگم اسم کانال میاد، نشتی، کانال دریچه داره سدیومی، کانال دریچه داره پتاسیمی، پمپ سدیوم، همگی پروتئین هایی در غشاء سلول زیستی هن. خب این تغییر در مقدار یون میتونه باعث وجود اومدن یک میدان مغناطیسی بشه. بیا بریم جلو. از آنجا که مقدار یون ها در دو سوی غشاء یکسان نیستن، پس در حالت عادی مقدار یون ها در دو طرف غشاء یکسان نیستن. یه بار دیگه، در حالت عادی مقدار یون ها در دو طرف غشای یک سلول عصبی، چون عصب داریم میگیم اسم عصب رو میاریم، یکسان نیستن. بار الکتریکی دو سوی غشای یاخته عصبی متفاوت است. پس چون یون ها متفاوتن، بار الکتریکی هم به تبع اون. نه اینکه ما اول بگیم آقا بار الکتریکی باعث این میشه که یون ها جا به جایشون فرق بکنه. جمله هامو داری گوش میدی؟ دارم جمله کتاب درسی رو بررسی میکنم و توی تست خیلی راحت میتونیم این کارو بکنیم. از آنجایی که مقدار یونها در دو سوی غشا یکسان نیستن، بار الکتریکی دو سوی غشا یاخته عصبی متفاوت است. پس یادت باشه اول مقدار یونه، بعد بار الکتریکی. پس تفاوت در مقدار یونهای دو سوی غشا باعث به وجود اومدن بار الکتریکی در دو سوی غشا میشه و در نتیجه بین دو سوی آن اختلاف پتانسیل ایجاد میشه. خب پس یه بار دیگه از اول شروع کنیم. موافقی؟ بیا اینجا نگاه کن. پیام عصبی در اثر تغییر یونه، اینا رو یاد بگیر. پیام عصبی در اثر تغییر یونه، این دوبار پیام عصبی در اثر تغییر یونه. حالا این تغییر یون خود به خود ما میتونیم ثبتش کنیم اندازه گیریش بکنیم؟ نه. پس بعد چی باشه؟ یه دقیقه نگاه کن. اول ما اینجا اینجوری بررسی میکنیم، یه اختلاف غلظت یون داریم که این اختلاف غلظت یون بین دو قسمت دو سوی غشا باعث به وجود آمدن بار الکتریکی میشه. پس اختلاف در مقدار و غلظت یون ها باعث به وجود آمدن بار الکتریکی متفاوت میشه. این بار الکتریکی متفاوت باعث به وجود آمدن پتانسیل متفاوت میشه، اختلاف پتانسیل. پس یه بار بررسی کن، مقدار یون فرق کرد. یک، یونا که تغییر میکنن 100% بار الکتریکی هم تغییر میکنه. دو، یکسان نیست. یعنی خب سه چیه؟ بار الکتریکی تغییر میکنه، حالا چی داریم؟ پتانسیله. که این پتانسیله با، یعنی از نظر کلی اندازه گیری اختلاف پتانسیل با این دستگاه انجام میشه. خب پس در نتیجه دقیقا همون چیزیه که اگر حالا بعداً دقت میکنیم بتونم میگم، توی نوار قلبی هم قابل بررسیه. بچه ها نشنیدیم میگن نوار ماهیچه‌ای گرفتن؟ بعضی ها ممکنه نوعی سندروم داریم که باعث اختلالات مثلا انقباضات ماهیچه‌ای بشن، یا مثلا یه بیماری داریم به نام دیستروفی عضلانی دوشن. البته اینا رو ایشالا پزشک شدین دوندونه همتون میخونین. این دیستروفی یعنی تحلیل رفتن عضلات. خب ما برای اینکه ببینیم چقدر این عضله کارش رو از دست داده، نوار ماهیچه‌ای میگیریم. نوار ماهیچه‌ای چیه؟ نگاه کن. یک، مقدار یونا متفاوته. دو، در نتیجه بار الکتریکی دو سو متفاوت میشه. سه، میتونیم اختلاف پتانسیل رو بررسی بکنیم. بله. پس ببین پاراگراف به پاراگرافش نکته است. پاراگراف بعدیش پتانسیل آرامش. خب بذار از اینجا شروع کنیم. وقتی سلول عصبی فعالیت عصبی ندارد نوشتیم حالت آرامش، من ننوشتم کتاب. خب
در دو سوی غشاء آن اختلاف پتانسیلی در حدود منفی 70 میلی ولت برقرار است. پس یه بار دیگه بررسی میکنیم. سلول عصبی که فعالیت عصبی ندارد. سلول عصبی که فعالیت ندارد درسته؟ بله. من یه قلوب آبم بخورم. درست دارم میگم؟ میگم سلول عصبی که فعالیت ندارد اونم با حالت آرامش در نظر بگیریم، نه خیر. ببین چی دارم میگم؟ وقتی یاخته عصبی فعالیت عصبی ندارد با اینکه وقتی یاخته عصبی فعالیت ندارد خیلی فرق داره. اونی که فعالیت نداره یعنی مرده. پس توی تست اگر مینویسه پتانسیل کدام جمله یا کدام گزینه درباره حالت آرامش درست است، گزینه یک مینویسه وقتی یاخته عصبی فعالیت ندارد. 90% حالا 90 نه ولی 80% شما بدون اینکه فکر کنین، چون اسم فعالیت رو آورده، ناخودآگاه ذهنت میگه آقا همینه. بعد میری جوابا رو نگاه میکنی میبینی ای داد بیداد، چرا فعالیت اینجا کتاب که نوشته فعالیت نداره، نه کتاب نوشته فعالیت عصبی نداره. مگه میشه سلول عصبی فعالیت نداشته باشه و زنده باشه؟ مگه میشه سلول عصبی فعالیت نداشته باشه، سوخت و ساز نداشته باشه، میتوکندریاش فعال نباشن، قندکاف اینا که دارم میگم مال 12 قندکاف یا گلیکولی صورت نگیره، بعد اون وقت اون سلول زنده باشه؟ سلولی که زنده است هزینه داره، برای هزینه کردنش همون تنفس سلولیه. پس در نتیجه سلول مرده نیست، سلول مرده حالت آرامش نداره. سلول عصبی که فعالیت عصبی ندارد اما دیگر فعالیت ها را دارد، فعالیت های متابولیسمی دارد، فعالیت پروتئین سازی دارد. اگر نداشته باشه که اصلا عمل کرد نداره. پس وقتی یاخته عصبی فعالیت عصبی ندارد حالت آرامشه. فهمیدین چی شد؟ جالبه ها؟ جمله های کتابو دیدی چجوری باید بخونی؟ میبینی با چه دقتی باید باشه؟ تازه من هیچ کدوم از اینا رو هنوز مثل دونه های تسبیح به هم وصل نکردم، چون جلسه اوله. هر چی بریم جلوتر همینی که الان شما اینجا میبینی با بخشایی مثل میوز و میتوز قشنگ ترکیبش میکنیم و یاد میگیری که چجوری زیست رو بخونی، چجوری فکر کنی برای زیست شناسی. بچه این فرصت رو از دست ندین. الان خیلی راحت میتونین همه چاله چوله هاتون رو پر بکنین. بچه های 11 رو دارم میگم، نوع خوندن 11 زیست 11 که عوض بشه، نوع خوندن زیست 10 هم عوض میشه. چون بعد از یه مدتی برمیگرده میگه آقا من 10 رو چجوری خونده بودم؟ روزنامه خونده بودم، حالا نمره هم گرفتم 19-20 زیست رو، ولی خودم میدونم که اینجوری که الان داریم میخونیم اونجوری اصلا نخونده بودم. من جمله به جمله رو اینقدر دقت نکردم. ناخودآگاه میری دهمت هم یواش یواش شروع میکنی با برنامه ریزی خوندن. پس اینو داشته باش. ببین با چه دیدی من دارم به کتاب نگاه میکنم. شما هم باید یاد بگیری. ببین من نمیام بهت ماهی بدم، میخوام بهت ماهیگیری یاد بدم، میخوام بهت بگم چه جوری فکر کنی. پس چند تا نکته. وقتی یاخته عصبی فعالیت عصبی ندارد، حالت آرامش، در دو سوی غشای آن اختلاف پتانسیلی در حدود منفی 70 حدود منفی 70 میلی ولت برقرار است. این اختلاف پتانسیل را پتانسیل آرامش میگن. پس یادت باشه اختلاف پتانسیلی که داریم میگیم بر اساس چی بود؟ تغییرات بار الکتریکی. تغییرات بار الکتریکی بر اساس چی بود؟ بر اساس تغییر در مقدار یونها. اینجا هم همینه، این هم همینه. اگه میگه حالت آرامش، بعد از این طرف به شما میگه پتانسیل آرامش منفی 70، یعنی چی؟ یعنی اینکه مقدار یونها باید در نظر گرفته بشه. این تفاوت در مقدار یونا باعث هجوم آمدن بار الکتریکی میشه. این بار الکتریکی توسط اختلاف پتانسیل قابل بررسیه که اختلاف پتانسیل منفی 70. از پاراگراف بالا داریم نکته پایینی رو بررسی میکنیم. بیا بعدیش. این اختلاف پتانسیل رو پتانسیل آرامش میگن. حالا چگونه این اختلاف ایجاد میشه؟ چه جوری این اختلاف پتانسیل منفی 70 ایجاد میشه؟ رو بیا بالا، بیا بالا. بیا بریم بعدیش. بچه‌ها صفحه بعد همون به بسم الله شکل 5 یه جا نوشته برات پتانسیل آرامش در شکل یونهای پتاسیم در بیرون و یونهای سدیم در درون یاخته نشون داده شده است. پس یادت باشه یونهای سدیم، یونهای پتاسیم، یونهای سدیم و یونهای پتاسیم در بیرون. ببین دقیقا نوشته در یونهای پتاسیم در بیرون و یونهای سدیم در درون یاخته نشان داده نشدند. خب بیا اینور. یعنی چی آقا؟
یعنی ما ساختاری که الان داریم بررسی میکنیم، الان این سدیوم ها بیرون، پتاسیم ها داخل. خب داخل یاخته منظورم همون سیتوپلاسم است. بچه ها این بخش بغلش بنویس سیتوپلاسم، این بخش بنویس فضای بیرون از سلول یا فضای بین سلولی یا فضایی که بین یاخته ها قرار داره، که اینجا خارج یاخته هم نوشت. بین یاخته ها میدونی یعنی چی؟ یعنی این یاخته و این یاخته، چون معمولا تو تستا این دوتا رو با همدیگه قاطی میکنن. میان یاخته یعنی درون یاخته که میشه سیتوپلاسم. خب بین یاخته ها یعنی این که فضایی که بین این دوتا سلول که کنار هم دیگن، این یه یاخته، این هم یه یاخته، بین یاخته ها یعنی اینجا، یعنی خارج از سلول. و امراتی اونی هم که مراجبش داریم الان صحبت میکنیم، یعنی در درون اون سلول، یعنی سیتوپلاسمش. حالا بیاین ور. خب این شکلی که الان داریم میبینیم، حالا بعد بررسیش میکنیم. نوشته اینجا در حالت آرامش، در حالت آرامش. آقا حالت آرامش چی بود؟ برگردم صفحه قبل، بیا اینجا. وقتی یاخته عصبی فعالیت عصبی ندارد یعنی حالت آرامش. وقتی یاخته عصبی فعالیت عصبی ندارد یعنی چی؟ یعنی حالت آرامش. دوباره یه خودکار بردار بنویس. اینی که دارم بهت میگم دقت کن. یه جا من میگم، گوش کن، یه جا میگم یاخته عصبی فعالیت عصبی ندارد، این که حالت آرامشه. در این حالت آرامش، این که داری یادداشت میکنه اینه، بنویس در حالت آرامش، در حالت آرامش سلول متابولیسم زیستی دارد، سلول متابولیسم زیستی دارد، پرانتز باز، سوخت و ساز، پرانتز بسته، پرانتز باز، چی؟ سوخت و ساز. خب چیزی که الان ما راجبش داریم صحبت میکنیم ایناست بچه ها. پس این پتانسیل آرامشه. اگر ازت پرسیدن حالت آرامش چیست، میگی وقتی فعالیت عصبی ندارد. چرا من اینو گفتم؟ بیا اینجا. در حالت آرامش مقدار یونهای سدیم در بیرون سلول عصبی زنده از داخل آن بیشتر است. یه بار دیگه، در حالت آرامش یعنی در حالتی که سلول عصبی فعالیت عصبی ندارد. در حالتی که سلول عصبی فعالیت عصبی ندارد، نه اینکه فعالیت ندارد. ببینید چند بار تاکید میکنم، مقدار یونهای سدیم در بیرون یاخته زنده یعنی سلول زنده از داخل آن بیشتر است، و در مقابل مقدار یونهای پتاسیم درون یاخته از بیرون اون بیشتره. خب پس یادت باشه در حالتی که فعالیت عصبی نداره، مقدار یونهای سدیم در بیرون سلول اینا، مقدار یونهای سلول در بیرون بیشتره و در داخل کمتره. مقدار پتاسیم هایی که داری حساب میکنی، میبینی پتاسیم ها در داخل بیشتره. پس در زمانی که فعالیت عصبی نیست، سدیم های بیرون سلول بیشترن، و از طرف دیگه در مقابلش پتاسیم های درون سلول بیشترن. این شکل رو بهت بده میشه فعالیتی که ما برای نورون در نظر میگیریم. نورون یا سلول عصبی فعالیت عصبی ندارد، چون فعالیت عصبی ندارد یعنی همون حالت آرامش دارد. فعالیت عصبی ندارد یعنی حالت آرامش دارد. خب در غشای سلول عصبی مولکولای پروتئینی وجود داره. آقا یادته بهت میگفتم پروتئین حتما باید توی اون غشا باشه؟ بفرمایید. ما اصلا در غشای سلول اگر پروتئین نباشه، یا بار دیگه، اگر پروتئین نباشه کارایی متفاوته. یعنی چی آقا کارایی متفاوته؟ یعنی اینکه وقتی که من در غشای یاخته عصبی مولکولای پروتئینی رو دارم بررسی میکنم، یعنی من باید حتما این عمل کرده پروتئین ها رو بذارم برای پروتئین های سراسری. آقا پروتئین سراسری چیه؟ اصلا یو این چه ربطی داره؟ همینجا دقیقه دست نگه دارین. من اینا رو که تموم کردم میرم سراغ کتاب دهمت برای اون غشا که یه شکلی داشتی برای غشای سلولی. میخوام بهت بگم با دقت بعد نگاه کنی که اونجا بهت میگم چه پروتئین های سراسریه، چه پروتئین های سطحیه، چه پروتئین های گیرنده است. و حالا بماند، چیزی که الان میخوایم اینه. پس یاد باشه توی غشا عصبی هم مولکولای پروتئینی زیاد دارن که به عبور یون های سدیم و پتاسیم از غشا کمک میکنن. یکی از این پروتئین ها، پس ببین چند تا هن،
یکیشون کانال های نشتیه، نگفته کانال، کانال های نشتیه که نگاه کن که یون ها میتوانند به روش انتشار تسهیل شده از آن عبور کنند. چند تا نکته. یک، اولندش که ما مجموعه از پروتئین ها داریم که میتونن نقش های متفاوتی داشته باشن. این مجموعه پروتئین ها یکیش کانال های نشتیه که این کانال های نشتی منظورمون کانال های نشتی هستش که الان دونه دونه با هم بررسی میکنیم. بیا نگاه کن اینجا رو که اونها میتوانن به روش انتشار تسهیل شده در انتشار ساده و انتشار تسهیل شده صرف انرژی زیستی وجود ندارد. یا بار دیگه، در انتشار ساده و انتشار تسهیل شده صرف انرژی زیستی وجود ندارد. چرا؟ چون حرکت مواد در جهت شیب غلظت است. من فقط یه برای تداعی معانی مثلا رو برات میزنم. ببین میدونی مثل چی میمونه؟ مثل اینه که من یه سرسره رو میخوام بررسی کنم. خب توی این سرسره وقتی که من بالای سرسره میشینم، خود دستمو برمیدارم، شروع میکنم حرکت کردن. هر چقدر زاویه سرسره ما به 90 درجه نزدیکتر باشه، سرعت و شتابی که میگیریم در حین حرکت افزایش پیدا میکنه. ما به این میگیم شیب غلظت. یعنی چی؟ یعنی شما در نظر بگیرین که یه دقیقه نگاه کن، یه دقیقه من گوش بده. مثل این میمونه که من دو تا محیط دارم، خب 100 تا سدیم روی کله همدیگه قرار گرفتن، از این طرف هم 50 تا سدیم توی اتاق بغلی هم. این اتاق هم یه جوریه که ما این دیوار رو برداشتیم، حالا 50 تا رو کوله همن، 100 تا رو کوله همن. شما با یه دونه هلیکوپتر یه چوب میاری، میای وسط اینا جایی که دیوار رو خراب کردی، میای پایین، اول میخوره رو کله نفر صدم، بعد میخوره رو کله نفر پنجام، یه زاویه ایجاد میکنه که ما الان چیزی که به این داریم میگیم میشه شیب غلظت. خب داشت میفتن شیب غلظت. این شیب غلظت یعنی چی؟ یعنی از پر غلظت به کم غلظت. حالا چه اتفاقی میفته؟ صدومیه، سدیم صدومی که رو کوله هم دیگن، میاد میذاره این چوبه رو کله 99مه، خودش سر میخوره. این میشه حرکت مواد در جهت شیب غلظت. ما به این میگیم انتشار. حالا تسهیل شده چیه؟ کمکش میکنیم. مثل این میمونه که موقعی که این داره سر میخوره، من بیام این سرسره رو روغنی کنم، موقعی که میشینه میاد پایین به همین راحتی. پس در نتیجه سرعت انتشار زیاد شده. اما یه سوال، هم موقعی که خودش داره میاد پایین، هم موقعی که من روغن زدم به این بقول خودمون سرسره که داره میاد پایین، در هر دو حالتش که داری بررسی میکنی، اونی که داره میاد پایین انرژی مصرف میکنه؟ نه. پس انتشار ساده و تسهیل شده هر دو بدون صرف انرژی هم. پس تفاوتشون چیه؟ همین الان گفتم در انتشار تسهیل شده سرعت بیشتره، چون روغنکاری کردی سریع میاد پایین. در انتشار ساده همون اتفاق میفته با سرعت کمتر، به همین راحتی. پس انتشار تسهیل شده برای عملکرد کانال های نشتی بدون صرف انرژی زیستی است. از این راه کانال ها یون های پتاسیم خارج و یون های سدیم به درون سلول عصبی وارد میشوند. یه بار دیگه، حالت آرامشی بود، یه نگاه بنداز. سدیم بیرون، پتاسیم داخل. داخل منظورم سیتوپلاسمه، سدیم بیرون منظورم خارج سلوله. خب در این حالت آرامش، در این حالت آرامش اگه داری بررسیش میکنی، این چند تا نکته دیگر هم داشته باش. در غشا یاخته عصبی این عملکرد پروتئینا هستن که میتونن اینا رو کمک کنن. یکی از این عملکرد پروتئینا اینه که یه سری پروتئینن که در جهت شیب غلظت انتشار تسهیل شده دارن. اصطلاحا بهشون میگن کانال‌های نشتی که یونا میتونن با انتشار تسهیل شده جابجا بشن. حالا از این کانال‌های نشتی چه اتفاقی براشون میفته؟ یونای پتاسیم خارج میشن. بچهای خوب، الان پتاسیما کجان؟ داخل. مگه ما نگفتیم در حالت آرامش وقتی داری بررسی میکنی شکل 5 حواست هست؟ شکل 5 پتانسیل آرامش در شکل یونهای پتاسیم در بیرون و یونهای سدیم در درون یاخته قرار دارن. پس یادت باشه پتاسیما، خب داری بررسیش میکنی دیگه، پتانسیل آرامش در شکل یونهای پتاسیم در بیرون، خب و یونهای چی؟ و یونهای سدیم در درون یاختن. یه نگاه بنداز اینجا رو. چیزی که ما الان داریم بررسی میکنیم مقدار یوناست، مقدار یونهای سدیم در بیرون. درست شد؟
از داخل آن بیشتر است، یعنی بیرون از داخل بیشتره. از طرف دیگه مقدار یونهای پتاسیم درون سلول، مقدار یونهای پتاسیم درون سلول از بیرون بیشتره. پس من اینجوری میتونم بگم که اگر من یه پروتئین رو بذارم، خودت گوش کن، یه پروتئین رو بذارم به عنوان پروتئین سراسری این وسط اینجا قرار بگیر، خب بعدش چه اتفاقی میفته؟ کانال ها، این کانالی که الان دارم میگم فکر کنم مال پتاسیم باشه. الان اینجا پتاسیم غلظتش بالاست، بیرون غلظتش کمه. حرکت پتاسیم در جهت شیب غلظت چه بلایی سرش میاد؟ این پتاسیم باید بره بیرون. یه پروتئین دیگه اینجا میذارم برای سدیم. الان سدیم ها بیرون سلول بیشتر، داخل سلول کمتر. حرکت یونای سدیم به داخل سلول. پس یادت باشه مقدار یونای پتاسیم درون یاخته از بیرون بیشتره. پتاسیم درون سلول از بیرون بیشتره. حالا بیا پایین تر اینهاش. از این راه، از این کانال ها، یونهای پتاسیم خارج و یونهای سدیم به درون سلول عصبی وارد میشن. تعداد یونهای پتاسیم خروجی بیشتره. نسبت به یونهای سدیم ورودی. بنابراین اینجا هم نوشته زیرا غشا به این یون نفوذپذیری بیشتری دارد. آقا یعنی چی؟ ببین نمک تمام میخوریم، درسته؟ نمک میریزیم رو غذا میخوریم. اگر یه زمانی به هر دلیلی مقدار سدیم بدن من و شما کاهش پیدا بکنه، تازه کلی راهکار، حالا الان جلوترم بهتون میگم، کلی راهکار بدن انجام میده که این سدیم برگرده سر جاش. چرا؟ چون برامون مهمه. چرا مهمه؟ چون یونهای سدیم که الان شما اینجا داری میبینی، اینجا هم دقیقا گفته تعداد یونهای پتاسیم خروجی بیشتر از یونهای سدیم ورودیه. پتاسیم و سدیم ورودی، زیرا غشا به این یون نفوذپذیری بیشتری داره. یعنی راحت این عمل کردی که الان داری میبینی برای سدیم و پتاسیم، به خاطر اینه که پتاسیم های بیشتری میرن، سدیم ها نوشته یونهای پتاسیم خروجی بیشتر از یونهای سدیم ورودیه. یعنی پتاسیم ها تا اونجا که زورش برسه میخواد پتاسیم ها رو بفرسته بیرون و سدیم ها رو داخل نگه داره. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ عمل کردی که ما الان داشتیم تا اینجا بررسی میکردیم این بودش که یک سلول عصبی فعالیت عصبی ندارد، حالت آرامشش باید منفی 70 میلی ولت باشه. چرا به وجود اومده؟ دلیل به وجود اومدن این اختلاف مول خودمون پتانسیلی که داریم به خاطر بار الکتریکیه، که این بار الکتریکی به خاطر تغییرات یونیه، که این تغییرات یونی الان وقتی نگاه میکنیم میبینیم که سدیم ها بیرون و پتاسیم ها داخلن. خب عملکرد پروتئین هایی داریم که ما بهش میگیم کانال های نشتی. این کانال های نشتی، کارشون چیه؟ کارشون اینه که با روش در جهت شیب غلظت مواد رو جابجا کنن. پتاسیم ها در این حالت دوست دارن برن به سمت بیرون، از پرغلظت به کم غلظت، سدیم ها هم دوباره دوست دارن از خارج بیان داخل، از پرغلظت به کم غلظت. چون هر دو در جهت شیب غلظتن، پس نیاز به صرف انرژی ندارن. پس انتقال فعال برای سدیم و پتاسیم با واسطه عمل کرده کانال های نشتی قابل بررسی نیست. قدم بعدی، خب اینجا آمده گفته که آقا با همین اوصاف نفوذپذیری غشا برای سدیم و پتاسیم یکی نیست. مقدار پتاسیم های خارج شده بیشتر از مقدار سدیم های وارد شده هستن، که اینم برمیگرده به نفوذپذیری و اختلاف نفوذپذیری بین سدیم و پتاسیم. تا اینجا شو فهمیدی منفی 70 برای چی بود؟ پتانسیل آرامش، چرا این اتفاق افتاد؟ خب چیزی که الان ما دوباره راجبش داریم صحبت میکنیم اینه، عملکرد بعدی هستش که ما اینجا با پمپ سدیم پتاسیم بررسیش میکنیم. پمپ سدیم پتاسیم، یه نگاه بنداز. خب در پمپ سدیم پتاسیم پروتئینیه که جزء پروتئین‌های سراسری به حساب میاد. خب در هر بار فعالیتش، چون قبلا هم گفتیم، میدونی کجا راجبش آشنا شدیم؟ یادته کجا بود؟ من بهت میگم، هم انتقالی گلوکز و سدیم تو کتاب دهمتون.
خب این هم انتقالی که داریم بررسی میکنیم، اگر یادتون باشه، خاطرتون باشه، یه دونه پروتئین دیگه دقیقا توی قطب مقابلش گذاشته بود که این پروتئین کارش جابجایی سدیم و پتاسیم بود که با صرف انرژی اون پروتئین پمپ سدیم پتاسیم با صرف انرژی این کار انجام میداد. اون یکی هم انتقالیه، چون در جهت شیب غلظت بودن انرژی نداشتن، برای همین هم انتقالی بهشون میگفتن. کتاب دهمتون بود، چون اینجا اسم توی متن کتاب آورده سال گذشته، من فقط گفتم یادآوری باشه. در هر بار فعالیت این پمپ 3 تا سدیم از عصب از سلول عصبی خارج میشه. برای اینکه یادت بمونه 3 تا سدیم سوت میشه بیرون، 3 تا سدیم سوت میشه بیرون، خب و 2 ایون پتاسیم وارد میشه، 2 تا هم پتاسیم میاد داخل. نسبتاش رو نگاه کن، 3:2، 3 تا سدیم سوت میشه بیرون، 2 تا پتاسیم هم میاد داخل. این پمپ از انرژی مولکول ATP استفاده میکنه. پس یادت باشه کاری که داره این پمپ انجام میده در خلاف جهت شیب غلظته. آقا خلاف جهت شیب غلظت چیه؟ یادته همین الان با هم بررسی کردیم، یه سرسره بود که این سرسره یه طرف 100 تا یون سدیم بودن، یه طرف 50 تا. چون تعداد اینا با هم یکی نبود، یه زاویه ایجاد شده بود. اون چوبی که ما گذاشته بودیم سرسره بود. صدومی می اومد میشه سر میخورد میومد پایین. خب برای سر خوردن ما گفتیم معمولی سر بخوره ساده است. با روغن باشه سرعتش بیشتره، میشه تاثیر شده. حالا یه کار دیگه برعکس کنم. فکر کن این 100 نفر تکون نخورن. من خودم این کار زیاد میکردم. این بچه‌ها تخس رو دیدی موقعی که میرسن به یه مثلا شهر بازی و چه میدونم پارک که بود، زمانی که پارک بود، این سرسره ها رو عشقمون این بودش که برعکس بریم، مثل بقیه نریم پله ها رو بالا سر بخوریم بیاین پایین. پاهم قشنگ کفشا رو در می آوردیم، چلپ چلپ پا رو میچسبوندیم، با کلی بدبختی میرفتیم میشستیم اون بالا، دوباره سر میخوردیم میمدیم پایین. خب اینی که الان داریم برای شما مثال زدم دقیقاً انتقال فعاله. در انتقال فعال مواد از جایی که غلظتشون کمه با بدبختی و با صرف انرژی، با بدبختی و با صرف انرژی از کم غلظت به پر غلظت میرن، از کم غلظت به پر غلظت. پس یادت باشه اسم پمپ آورد یعنی انتقال فعال. پمپ سدیم پتاسیم انتقال فعاله که با صرف انرژی آتپ است. نکته، آقا همه انتقال فعالا با صرف انرژی هن؟ بله. آیا همه انتقال فعالا که با صرف انرژی هن با صرف آتپ هن؟ خیر. یه بار دیگه میگم، خلاف شیب غلظت حرکت کردن میشه انتقال فعال. انتقال، گوش کن، انتقال فعال خب یعنی در خلاف جهت شیب غلظت. پس بی چون و چرا شما نیاز به صرف انرژی داری، اما همیشه این صرف انرژی آتپه نیست، آتنوزین تریفوسفات نیست. توی بخش های مختلف کتاب 12 همین حالا بررسی میکنیم بیشتره. فقط من اینو یک کوچولو به شما بگم، خیلی از مواقع ممکنه به صورت غیر مستقیم از یک انرژی استفاده بشه. حالا این انرژی میتونه انرژی برانگیخته یک الکترون باشه، خود الکترون برانگیخته باشه و الی آخر. چیزی که میدونی اینه که با صرف انرژی، اما این انرژی حتما ATP نیست. اما برای فعالیت پمپ سدیم پتاسیم با صرف انرژی و این انرژی هم آدنوزین تریفوسفات. ولی نه برای همه پمپ ها. ببین چند بار تاکید کردم، همه پمپ ها نه. توی پمپ سدیم پتاسیم، سدیم پتاسیم صرف انرژی آدنوزین تریفوسفات. تموم شد. خب چیزی که الان میخواییم حساب بکنیم، کانال نشتیک عبور یونهای پتاسیم از آن نشون داده شده. بعد این کانال نشتیک که داریم میبینی دوباره پروتئین سراسریه که در جهت شیب غلظت از پر غلظت به کم غلظت، از پر غلظت به کم غلظت. ممکنه توی شکلا بچه ها فلشو برداره، بعد مثلا همین عمل کرده کانال نشتی رو بیاره، بعد بگه مثلا کدوم یکی از گزینه‌ها درسته. شما بعد اینجوری نگاه کنید، چند تا پتاسیم اینوره؟ دو تا. چند تا پتاسیم اینجاست؟ 1, 2, 3, 4 تا. خب 4:2 دارین در نظر میگیریم. پس در نتیجه چون کانال نشتی در جهت شیب غلظته، باید از پر غلظت به کم غلظت بره. چون داره از پر غلظت به کم غلظت میره، صرف انرژی هم نداره، چون انتشار تاثیر شده است. آقا انتشار که معلومه تاثیر شدهش با کاناله. خب
بیا اینجا، بیا اینجا. اینم خدمتتون بگم آخرین صفحه، به چگونگی کار پمپ سدیم پتاسیم. حالا پمپ سدیم پتاسیم مثل کانال جزء پروتئین های سراسریه. پمپ سدیم پتاسیم مثل کانال جزء پروتئین های چیه؟ سراسریه. منتها اگر دقت بکنید تو قسمت اینجا نوشتیم چگونگی کار پمپ سدیم پتاسیم، بعد نوشتم یک، کتاب نوشته یک و اینجا گذاشته دو، پس در نتیجه یه تقدم تأخری باید وجود داشته باشه. تقدم تأخر رو نگاه کن یه بار دیگه، یک دو. پس در مرحله اول، در مرحله اول باید چه اتفاقی بیفته؟ باید سدیم ها از داخل، اینجا میشه داخل، به خارج برن. سدیم ها از داخل به خارج برن. منتها قبل از اینکه این داستان براشون پیش بیاد، در قدم اول باید سدیم ها در جایگاهی که براشون تعبیه شده، چرا این کار کرده؟ چون عملکرد اختصاصیه. اینجا قرار نیست هر ماده کلسیومی، نمیدونم آهن، فلور، هر چی که هستش بیاد اینجا اگه جا شد باشه بره بیرون. پس عملکرد پمپ سدیم پتاسیم اختصاصی است. عملکرد کانال نشتی پتاسیمی اختصاصی است. عملکرد کانال نشتی سدیمی اختصاصی است. داری جمله هامو؟ عملکرد کانال دریچه دار سدیمی اختصاصی است. عملکرد کانال دریچه دار سدیم و پتاسیم، هر کدومو، یعنی یه دونه سدیم داری یه دونه پتاسیم داری، اینا هر کدومشون عملکرد مخصوص خودشونه. یعنی چی آقا؟ یعنی این پروتئین اجازه نمیده هر ماده‌ای که اینجا زیادتر بیاد بره. پس یادت باشه قدم اول قرار گرفتن سه یون سدیمه. قدم اول قرار گرفتن سه یون سدیمه. بچه‌ها این دوتایی که اینجا و این آتپ که داری می‌بینی در اصل مال دوره قبلی است. اینو بذار کنار. سدیم رو بعد بیان، پتاسیم رو بعد، سدیم رو برن بیرون، پتاسیم رو بیان داخل. نگاه کن اینجا رو. زمانی که این سه تا سدیم نشسته، خب از اون طرف هم اینجا پتاسیم رو هم داری. میبینی؟ که این پتاسیم ها دو تا باید بیان داخل. پس ببین قسمت بندی رو دقیقا دقت کن. من اگه بخوام بگم اینجوری میگم. میگم به بسم الله، چون نفوذپذیری ها، یادته گفتیم نفوذپذیری یون ها متفاوته، چون نفوذپذیری یون ها متفاوته، اینجا اینا اینا نوشتیم تعداد یون های پتاسیم خروجی بیشتر از یون های سدیم ورودی است، زیرا غشا به این یون نفوذپذیری بیشتری دارد. چیزی که اینجا بررسی کردی برای کانال نشتی بود، که اینجا هم برای سدیم آورده، برای پتاسیم آورده براتون. دیدین؟ خب حالا بیا بالا، بیا بالا. این عمل کرد در مرحله اول ما باید اینجوری در نظر بگیریم. پتاسیم ها اینجا بودن، خب موقعی که پتاسیم ها میان بیرون، سدیم ها یعنی میان داخل، سدیم ها باید میان سر جاشون میشینن. زمان به قول خودمون چیدمان سدیم و برداشته شدن پتاسیم، زمان قرار گرفتن، نگاه کن، زمان قرار گرفتن سدیم ها در مقابل زمان خروج پتاسیم که داری بررسی میکنی، اینجا آدنوزین تریفوسفات داریم. زمانی انرژی مصرف میشه که پتاسیم، که سدیم ها برن بیرون. وقتی سدیم ها رفتن بیرون، آتپه ای که اونجا بود تبدیل میشه به آدپه و فسفات، و دوباره پتاسیم های دور دوم میان میشینن سر جاش. یعنی دوباره اگه بخوام ادامه این رو بدم، دوباره یه همچین شکلی میشه، دوباره اینا برمیگرده، این میشه. همین که اینا برمیگرده، سدیم ها میشینن سر جاشون. ببین یه حالتی مثل رفت و برگشت داره. چجوری مثال بزنم برات؟ اینجوری بهت بگم، شکل رو یه نگاه بنداز. خب این یه جورایی توانایی رو داره که وقتی که در دو سمتش پروتئین از هم دیگه باز میشن و فضا میگیرن، بتونه جذب اون ماده مورد نظر رو داشته باشه. پس در نتیجه حواست من باشه، هر شکلی بهت دادن که به سمت داخل یا به سمت خارج بود، تعیین کننده نوع یک و نوع دو. یا آقا یعنی چی؟ بیا اینجا اصلا یک و دوش رو برداریم. الان نگاه کن اینجا رو، این دوتا پروتئین از این بخش از هم فاصله گرفتن. اگر اینجا سیتوپلاس باشه، ما میخوایم سدیم ها سوت بشن بیرون. پس اینجا دقیقا بخشیه که سدیم ها میشینن، بخشیه که سدیم ها میشینن، درسته؟ چرا؟ چون دقیقا پروتئین به سمت سیتوپلاسم باز شده. بچه ها اینجا سیتوپلاسمه، اینجا فضای بیرون از سلول، اینم غشاء سلول. یه بار دیگه میگم، غشاء سلول،
سیتوپلاس فضای بیرون سلول. خب وقتی به من پروتئینی میدی که از هم فاصله گرفته به سمت سیتوپلاس، پس یعنی جایگزین شدن سدیم ها به داخل، پس یعنی ورود پتاسیم های دور قبلیه که حالا ما داریم بررسیش میکنیم. خب اینجا وقتی پتاسیم ها دارن میان تو و سدیم ها روی پروتئین پمپ سدیم پتاسیم نشستن، آدنوزین تریفوسفاتی مصرف نمیشود. زمانی مصرف میشه، نگاه کن، زمانی مصرف میشه که قسمت پروتئین های به سمت بیرون از همدیگه فاصله میگیرن. وقتی فاصله میگیرن، سه تا سدیم ها میان بیرون، دو تا پتاسیم ها از بیرون میان اینجا جایگزین میشن. وقتی که این اتفاق افتاد، دوباره دور بعدی این بسته میشه، این ور باز میشه، پتاسیم ها میان بیرون، دوباره سدیم ها میان سر جاشون میشینن. بچه ها این عمل تا جایی ادامه پیدا میکنه که حالا ما بهش میگیم کنترل اختلاف غلظت. تا اینجا شو فهمیدی چی شد؟ بچه این مهم ها. پس شکل یک و دو، کدوم قسمت انرژی مصرف میشه؟ زمانی که سدیم میره بیرون. کدوم قسمت انرژی مصرف میشه برای پمپ سدیم پتاسیم؟ زمانی که جایگاه دوتایی پتاسیم اشغال شده. زمانی که جایگاه دوتایی پتاسیم اشغال شده. زمانی که سدیم ها، سه تا سدیم ها جایگاه خودشون رو ترک میکنن، آدنوزین تریفوسفات مصرف میشود. آدنوزین تریفوسفات مصرف میشود. اینجا نوشته این پمپ از انرژی مولکول ATP استفاده میکند. این پمپ از انرژی مولکول ATP استفاده میکنن. متوجه شدین؟ پس اینا هم تو تستا ممکنه بیاد که آقا در چه زمانی انرژی مصرف میشه؟ زمانی که جایگاه های ستایی سدیم پر شده؟ خیر. و در ضمن هم به شما بگم طبق این چیزی که شما داری میبینی، قرار گرفتن سدیم پتاسیم همزمان رخ نمیدهد. ببین چند تا نکته تا الان بررسی کردیم. پس یادت باشه قرار گرفتن سدیم نشون دهنده این که جایگاه پتاسیم خالیه. قرار گرفتن پتاسیم نشون دهنده این که جایگاه سدیم خالیه. و همین راحتی. پس من اگر یه شکل دیگه بیارم هم پتاسیم هم سدیم پر باشه، میگه آقا این شکل غلطه. چرا؟ چون که یا باید سدیم قرار گرفته باشه جایگاه پتاسیم خالی باشه، یا باید پتاسیم قرار گرفته باشه جایگاه سدیم خالی باشه. پس زمانی که دو تا جایگاه اشغالن ATP مصرف میشه. زمانی که سه تا جایگاه اشغال هستن ATP‌ای مصرف نمیشود. دارم انواع تستاشو با هم بررسی میکنیم ها. پس کل داستان رو گرفتی چی شد؟ اینا همگی جزء پروتئین های چی هستن؟ سراسری. همگی جزء پروتئین های سراسری، چه کانال باشه چه پمپ باشه. تفاوت چون اینه که در کانال انرژی مصرف نمیشه اما در پمپ مصرف میشه. اما اینکه ما بگیم آقا اینجا کای مثبت یا همین پتاسیمی که نشون داده مثل اینجا جایگاه نداره پس این اختصاصی نیست، این غلطه بچه‌ها. عملکرد اختصاصی برای پروتئین ها وجود داره. این که شکل شما داره میبینید یه ساختار نمادینه. پس تا اینجاشو فهمیدی چند تا نکتهشو؟ اولا چه جایگاهی پر شده و بررسیش با ATP، دوتایی ها و ستایی ها. اونایی که ستا جایگاه پر شده ATP مصرف نمیشه. ببین چند بار تاکید کردم اونجا که دوتا جایگاه پر شده و اشغال شده 100% باید پروتئینه به سمت فضای بیرون یا فضای بین سلولی یا فضایی که دقیقا نگاه کنی میبینی اینجا سیتوپلاسم، اینجا فضای میانیاختهی. در این فضای میانیاختهی باشه یعنی پتاسیم نشسته، سدیوم ها رفتن. این عمل کرده پمپ سدیوم پتاسیم همراه با صرف انرژی. و برسیم سراغ پتانسیل عمل. بچه ها خیلی چیز سنگینی نیست، فقط یه چند دقیقه من گوش بدین. پتانسیل عمل، دانسته که در حالت آرامش بار مثبت درون یاخته عصبی از بیرون آن کمتر است. یادم بندازین که من دستبندی پروتئین های غشای سلولی رو آخر جلسه بنویسم برات. هم دستبندی چی؟ دستبندی پروتئین هایی که در غشا وجود دارن. خب بیا این ور. پتانسیل عمل، دانستید که در حالت آرامش بار مثبت درون یاخته عصبی از بیرون آن کمتر است. وقتی یاخته عصبی تحریک می شود، در محل تحریک اختلاف پتانسیل دو سوی غشای آن به طور ناگهانی تغییر می کنه. الان به شکل نشون می دم. داخل یاخته از بیرون آن مثبت تر می شه.
و پس از زمان کوتاهی اختلاف پتانسیل دو سوی غشا دوباره به حالت آرامش برمیگرده. این تغییر را پتانسیل عمل میگن. پس یادت باشه پتانسیل عمل اینه که اینجوری خیلی راحت تر، من الان یه سلولی دارم که این سلول با فعالیت‌های خودش باعث شده که اختلاف یونی، اختلاف در مقدار یون‌ها به وجود بیاد، این یون اختلاف در مقدار یون‌ها باعث وجود آمدن بار الکتریکی بشه و این بار الکتریکی در نهایت بتونه برای ما اختلاف پتانسیل رو به وجود بیاره که ما بتونیم ثبتش کنیم. خب داستان از کجا شروع میشه؟ وقتی من راجع به پمپ سدیم پتاسیم دارم صحبت میکنم، پس در نتیجه این عمل کرده این که 3 تا سدیم بفرستم بیرون، 2 تا پتاسیم رو بفرستم داخل، ناخودآگاه مقدار و تجمع یونهای سدیمی در بیرون بیشتر از داخل میشه و چون تعداد یونهای سدیم بیشتری رفتن بیرون نسبت به یونهای پتاسیم، پس بیرون رو ما تقریبا میتونیم مثبت و داخل رو تقریبا نسبت به همدیگه منفی بگیریم. خب در اثر تغییری که به وجود میاد، اولین عمل کرد اینه که یه سری کانال دریچه دار سدیمی باز میشن، سدیوم ها میان داخل. چرا باید بیان داخل؟ چون ما با بدبختی سدیوم ها رو از داخل پرتشون کردیم بیرون با همون پمپ سدیم پتاسیم. ما با بدبختی چیکار کردیم؟ سدیوم ها رو پرت کردیم بیرون. حالا وقتی که یه قسمتی میاد این اختلاف پتانسیل رو کامل بکنه، مجبوره چه اتفاقی براش بیفته؟ یوهو شروع کنه حرکت کردن به سمت داخل. وقتی داره یوهو حرکت میکنه به سمت داخل، داستان همون ساختاریه که ما بهش میگیم پتانسیل عمل. کتابتون دقیقا اینجا اینجوری گفته، نوشته در حالت آرامش بار مثبت درون یاخته عصبی از بیرون آن کمتر است. من برعکسش گفتم سدیوم ها بیرونن، نسبتاً بیرون میشه مثبت و نسبتاً داخل میشه منفی. نگاه کن اینجا رو، در محل تحریک اختلاف پتانسیل دو سوی غشای آن به طور ناگهانی تغییر میکند، داخل یاخته از بیرون آن مثبت تر میشود و پس از زمان کوتاه اختلاف پتانسیل دو سوی غشا دوباره به حالت آرامش برمیگرده. آقا بله، برگردیم ببینیم مثلا داستان چیه. بیا اینجا رو نگاه کن، چیزی که الان ما به عنوان الف و ب میخوایم بررسی کنیم اینه، ما چیزی که به عنوان آغاز کننده جریان میخوایم در نظر بگیریم که از کجا یهو تحریک پذیری انجام میشه، بیام بریم تو همون فازی که کتاب شما اولش هم گفته چی؟ گفته در حالت آرامش رو بررسی کنیم. در حالت آرامش نشون دادم که قشنگ بدونی در حالت آرامش داستان چی بود. این همه با هم دیگه صحبت کردیم که تقریبا سدیم ها 3 تایی باید بیرون باشن، پتاسیم ها 2 تایی باید داخل باشن. اینجا تقریبا بیرون مثبت تر و تقریبا داخل منفی تر میشه. ببین من نمیگم مثبت منفی، آقا هر دوشون که مثبتن، سدیم مثبت، پتاسیم مثبت، منفی رو از کجا برمی‌داری میاری؟ هی میگی این نسبت به اون مثبته، اون مثبت مثلا این یکی نسبت بهش منفی تره. منفیه رو قراردادیه دیگه. بیا الان ما هم دیگه حساب بکنیم. الان نگاه کن اینجا رو، شما وقتی که سدیم های بیرون بیشتر باشن، سدیم های چی؟ بیرون بیشتر باشن. خب بیا بشماریم 2 4 6 8. بیا پتاسیم های داخل رو بشماریم 2 4 5. الان من اینجوری میگم آقا ببین عدداش مهم نیست، دارم از نظر مفاهیمی با هم کار میکنیم. پس فردا یهود نگی آقا توی تست نوشته بود که 8 تا سدیم باید بیرون باشه، 5 تا پتاسیم داخل. نماده بررسیش داری میکنیم، میگیم آقا این به این ترتیب قابل بررسیه. حالا وقتی من تعداد سدیم مثبت بیشتری بیرون داشته باشم، پس در نتیجه وقتی دارم مقایسه میکنم میگم آقا بیرون مثلا 8 تا دارم، 10 تا دارم، داخل مثلا 6 تا دارم، پس در نتیجه داخل نسبت به خارجه مثل این میمونه که اینجا تقریبا بار منفی داره، خارج نسبت به داخل مثل این میمونه که این بیرون نقش مثلا تقریبی ساختار تقریبی مثبت داره. پس تقریبا مثبت، تقریبا منفی، یه بار دیگه میگم تقریبا مثبت، تقریبا منفی در حالت آرامش با عمل کرده نسبت یونهای سدیم و پتاسیم، نه بررسی بین یونهای بار مثبت و بار منفی، چون اگه تو تست بده غلطه، هر دوتاشون با بار مثبتن، چون مثبتای بیرون بیشترن بیرون تقریبا مثبت، چون مثبتای داخل کمترن داخل تقریبا منفی. این شد حالت آرامش که داری بررسی میکنی. خب گفتیم منفی 70 میلی ولت هم هست دیگه، این در زمانیه که نورون فعالیت عصبی ندارد. قسمت بهش رو نگاه کن،
خب حالا میخوایم اون عمل تحریک پذیری رو انجام بدیم. در زمان تحریک پذیری چه اتفاقی میفته؟ کانال دریچه دار یا درپوشدار سدیمی باز میشه. وقتی این کانال باز میشه سدیم ها در جهت شیب غلظت میان داخل. پس یه بار دیگه میگم، در زمانی که غشاء سلول تحریک میشه، در زمان تحریک پذیری کانالی که مخصوص حرکت سدیم هستش و دریچه دار یا درپوشدار باز میشه و یون های سدیم در جهت شیب غلظت از خارج به داخل میان. یون های سدیم از خارج به داخل میان. نگاه کن اینجا رو. حالا اتفاق بعدی چیه؟ وقتی که اینا میان داخل، خب در زمانی که خود پتاسیم ها هستن سدیم هم میاد، میشه سدیم به اضافه پتاسیم. پس داخل یهو اصلا بار متفاوتی پیدا میکنه و این بار متفاوت همون بار مثبت است. خب برای اینکه این اتفاق کنترل بشه، پس یادت باشه منفی 70 با نموداری که روی منفی 70 تا زمانی که تحریک نشه، تحریک که شد منفی 70 زمان تحریکش به سمت بالا میاد. میبینی؟ این زمان تحریک که داره به سمت بالا میاد از اینجا تا اینجا نشون دهنده همون فعالیت الان داری میگیم. فعالیت چیه؟ کانال دریچه دار سدیمیه. فعالیت کانال دریچه دار سدیمیه. یاد بگیر. پس منفی 70 یعنی هیچی، نه سدیم نه پتاسیم کانالای دریچه دارشون فعالیت ندارن. تحریک پذیری یعنی فعالیت کانال دریچه دار سدیمی و ورود یونای سدیم به داخل سلول که از اینجا نمودار ما از منفی 70 اومد بالا. حالا بیا اینور. اگر نمودار رو بخوایم کنترلش بکنیم تو قسمت بعدیش، قسمت بعدیش کانال دریچه دار پتاسیمی. یه بار دیگه، کانال دریچه دار پتاسیمی. این دو بار، سومیش هم میگم، کانال چی؟ دریچه دار پتاسیمی باعث میشه پتاسیما در جهت شیب غلظت از داخل سلول که سیتوپلاسمه هدایت بشن به سمت خارج از سلول. از داخل سلول هدایت بشن به سمت خارج سلول. خب در نتیجه شکل و نموداری که داری میبینی از قله داره میاد به سمت پایین. پس من از اینجا تا اینجا رو کانال چی داشتم؟ دریچه دار سدیمی. از اینجا تا اینجا هم کانال چی دارم؟ دریچه دار پتاسیمی. خب برگرد بیایم اینور. توی قسمت بعدیش ببین چه اتفاقی داره میفته. ما دوباره باید برگردیم به ساختاری که به عمل کرده پتانسیل عمل رو تعریف کرده باشیم تا انتها. بعدش هم وارد دوباره چی بشیم؟ وارد فعالیت نکردن عصبی بشیم که همون حالت آرامشه. خب در نتیجه دوباره نمودار رو بررسی میکنیم. وقتی میبینیم این به قول خودمون عمل کرد و این عمل کرد، دوباره با فعالیت های پمپ سدیم پتاسیم باید برگرده به همون حالت اولش. خب حالا این برای برگشتن به اون حالت اول دوباره نیاز به انرژی داریم. بیام اول از جمله کتاب بگم، بعد برم سراغ نکتهش که بهت بگم بنویسیم. بیا اینجا، در غشای یاخته عصبی پروتئین‌های به نام کانال‌های دریچه دار وجود داره که با تحریک سلول عصبی باز میشه. با تحریک سلول عصبی باز میشه. تقدم تأخر دارن؟ بله. اول سدیمی بعد پتاسیمی. پس باز شدن بعد از تحریک اول سدیمی بعدش پتاسیمی. آقا بازم این نکته ها داریم؟ یعنی مثلا الان اینجا این کانال دریچه دار میتونه نکته دیگه هم داشته باشه؟ یه دقیقه اینجا. این کانال سدیمی مگه نیست؟ اینم کانال پتاسیمی، درسته؟ من نمیخوام بگم این نکته هست یا نیست یا غلطه، ولی چیزی که الان توی تستام معمول شده میخوام بهت یاد بدم که همه رو داشته باشه، اگه خواستی تست بزنی هی گیر نکنی. من نگاه کن، این دریچه به سمت بیرون باز میشه برای سدیم. چرا؟ چون سدیم هایی که داریم بررسی میکنیم خب قرار از بیرون بیان داخل. پس یادت باشه کانال دریچه دار سدیمی، کانال دریچه دار سدیمی دریچهش به سمت فضای بین سلولی، فضای میان یاخته ای یا بیرون از سلول باز میشه. بیا این طرف. در صورتی که کانال دریچه دار پتاسیمی که قراره پتاسیم ها رو ببره بیرون، به سمت داخل باز میشه. پس یادت باشه دریچه ها یا درپوش ها سدیمی به سمت بیرون باز میشه،
پتاسیمی به سمت سیتوپلاست در مجاورت سیتوپلاست باز میشه. پس دو دریچه هر دوشون همسو نیستن، یکیشون به سمت بیرون برای سدیم، یکیشون به سمت داخل برای پتاسیم. یه بار دیگه، یکیشون به سمت بیرون برای سدیم، یکیشون به سمت داخل برای پتاسیم. به سمت داخل برای پتاسیم، به سمت خارج برای سدیم. اینم نکته بعدیش. خب بقیهش رو نگاه کن. وقتی قشای یاخته تحریک میشه، ابتدا پس گفتم اول دوم داره با هم فعالیت ندارن، کانال درشدار سدیمی باز میشه، یونای سدیم فراوان وارد یاخته میشه و بار الکتریکی در اون آن مثبت تر میشه. خب این مثبت تر رو به خاطر چی داریم میگیم؟ یا همون اول هم خدمتون گفتم هر دو مثبتن، نسبت 3 تا 4 تا 2 تا 10 تا 100 تا 1000 واحده که مثبت تر به وجود میاره، نه اینکه اونجا کامل مثبت باشه. بیا این طرف، پس در نتیجه مثبت تر میشه. پس از زمان کوتاه این کانال بسته میشه، پس کانال باز میشه که داخل رو مثبت تر بکنه. بعد دریچه یا کانال بسته میشه، پس از زمان کوتاه این کانال ها بسته میشوند و کانال های دریچه دار پتاسیمی باز میشن. کانال دریچه دار پتاسیمی این پایینیه بود که اینجا آوردیم اینا. پس یادت باشه اول کانال دریچه دار سدیمی باز میشه، داخل مثبت تر میشه و زمان زیادی نمیگذره که این کانال سدیمی بسته میشه و کانال پتاسیمی باز میشه و یونای پتاسیم خارج میشن، به سمت بیرون میرن در جهت شیب غلظت. این کانال ها هم پس از مدت کوتاهی بسته میشن. پس کانال پتاسیمی هم پس از مدت کوتاهی بسته میشن. بدین ترتیب دوباره پتانسیل غشا به پتانسیل آرامش منفی 70 برمیگرده. پتانسیل غشا دوباره پتانسیل منفی 70 برمیگرده. چرا؟ چون اون کانال های نشتی هم دارن این کار انجام میدن. حالا بقیه‌اش رو نگاه کن. فعالیت بیشتر پمپ سدیم پتاسیم موجب میشود غلظت یونهای سدیم و پتاسیم در دو سوی غشا دوباره به حالت آرامش بازگردد. بسیار مهمه. خب پس من عملکردشو میگم بهتون، این آخرشو بگم که تموم بشه. نگاه کن اینجا رو، نکاتو دارم بررسی میکنم. یک، اول دریچه دار سدیمی. دو، دریچه دار پتاسیمی. اولندش که همزمان باز نمیشن ولی بسیار کوتاهن. سه، پس از یه مدتی که پتاسیم رفتن بیرون و سدیم داخل موندن، پمپ سدیم پتاسیم فعالیت بیشتر، فعالیت خالی نه، فعالیت داره دائم، الان بیشتر میشه. پس یادت باشه در تمام طول این داستان پمپ سدیم پتاسیم فعالیت داره، زمانی که قراره فعالیتش بیشتر باشه در انتهای. بچه ها این شد کامل بررسی حالا این مبحثی که مربوط به پتانسیل میشه تا اول فعالیت سه. ایشالا که موفق باشین، تونسته باشیم اون چیزی رو که لازمه برای زیست شناسی بهتون گفته باشم. دیدتون اگه بتونم عوض بکنم نسبت به زیست، بزرگترین کاری که تا آخر عمرم حداقل بهش افتخار میکنم که شماها بتونین اونجوری زیست بزنین که لیاقتش رو داشته باشین که ایشالا به اون چیزی که حقتون هستش برسین. البته اینم باز میگم همه اینا نیاز به ممارست و پیگیری توسط خودت داره. الان 11 وقت رو دست نده، هر کاری هم از دست من بر بیاد توی این بازه میتونم براتون انجام بدم. من در خدمتتون هستم.